بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و وقتی رو که امروز دوشنبه 3 اکتبر 2016 و برابر با 12 مهر 1359 با هم هستیم، اوقاتی بهتر شادتر داشته باشیم و بتونیم با هم گفت و شنودی داشته باشیم. خیلی ممنون از دوستانی که از طریق فیسبوک فعال هستن و جواب به اصطلاح نظرشون رو میدن یا میپرسن و اینها، ولی حقیقتش اینه که خب من بیش از 13,000 نفر روی فیسبوک مردم تیوی و خودم هست. اگه بخوام به هر کسی هی کلکل کنم و یکی یکی بنویسم که هیچی دیگه، باید شبم همینجا بخوابم. خوشحال میشم اگر دوستان برنامه ها رو که میبینن بعد اعلام آمادگی کنن که بیان در برنامه ها صحبت کنن، نظراتشون رو بگن. و اما ما در هفته گذشته یکی دو بار بدقولی کردیم، یکی به جناب دکتر عباس عزیز، دوستی که سالهاست تلویزیون مردم رو حمایت کرده با مدارکی که میفرسته. یادمه یه وقت یه سری روزنامه های فرستاد که بعضی هاشون مال 40 سال 45 سال قبل بود، هنوز دارم، پایین توی بیسمنت هست و یه وقت میاریم اینا رو با این کتابا و اینها میذاریم به اصطلاح معرض نمایش شما که ببینید و ببینید که چه خبر بوده، چه گذشته. در صورت مقاله ای رو ایشون فرستاده بود در رابطه با بیمارستان و اینها، اگه اشتباه نکنم قرار بود اون رو بخونم. بعد قولی کردم با خانم شایسته الهامی، این نویسنده خوبمون که در نشریه پیوند چیز می نویسن و البته یه مقدارش هم تقصیر این بود که ایشون وقتی اون مقاله رو برای من فرستاد، چون نویسنده هست، 2-3 روز از من و شمایی که اون رو بعدن می بینیم جلوتر هست و من وقتی می رفتم می زدم صفحه 29 می دیدم اون نوشته قبلی ایشون هست. این یک دوت. و اما دکتر کاظم افشارها 2 روز در برنامه ما صحبت کردن و خیلی از دوستان تماس گرفتن، ایمیل فرستادن، تلفن زدن، با خود من صحبت کردن و مخصوصا اونجایی که من گفتم اگر آقای خامنه ای دخالت در کار دولت نمی کرد و مثل پاپ، مثل این ربای خاخامای کلیمی ها نظرش رو بگه، بله میتونه به نظرش بگه که مثلا نظر ایشون اینه که ازدواج همجنس بازا قبول نیست یا هرچی، ولی وقتی ایشون قسمت اصلی دولته، یعنی حقیقتا یک آش شل قلم کالیش شده این حکومت جمهوری اسلامی ایران، معلوم نیست که میخوان واقعا مثل این آیسیس قرآن رو اجرا کنن یا میخوان قرن 21 قوانین رو، قوانین چی بهش میگن، سیویلو به اصطلاح، اون رو اجرا کنن. موندن توش یه تیکه از این یه تیکه از اون و این اشکالا رو پیش میاره که اونقدر در جامعه افرادی که خودسر هستن یا کم سواد و بی سواد هستن، اونها یه جور دیگه تفسیر میکنن و قانون رو یه جور دیگه میخوان اجرا کنن. اگر به گفته آقای افشارها ایشون فقط یک فتوا داده درباره دوچرخه سواری خانم ها، بعد که میبینه این مشکل شده، بذار من یه چایی بنوشم، مشکل پیش آمده، مزاحمت برای خانم ها ایجاد میکنن، باید بلا فاصله هم بگه که کاری به مردم نداشته باشین، هم به نیروهای انتظامی بگه که وظیفه شماست که قانون رو اجرا کنید و هیچ کس مزاحم هیچ کس نشه. در هر صورت اگر کسی از شما هم هست که مایل هست با آقای افشارها مناظره ای داشته باشه و اینها، ایشون شماره تلفنش رو چند بار اعلام کرده و گفته از طریق تلفن باهاش تماس بگیرید. ولی یکی از دوستان که خودش سالها پیش در رادیو تلویزیون ایران بوده و اینها، الان هم مشغول نوشتن کتاب هست، ایشون گفت براشون مشکله که با تلفن تماس بگیرن و ترجیح میدن که از طریق همین ایمیل و اینها باشه. از طریق ایمیل اشکالش اینه که
من یه بار که میفرستم و شما هی برای من میفرستیم، من برای ایشون میفرستم، ایشون برای من میفرسته. من این وسط شماها اگر 30 تا ایمیل به هم دیگه فرستاده باشیم، من 60 تا ایمیل میگیرم. و حسابش کنید از هر دو بیننده ای من 30 تا 60 تا 20 تا ایران ایمیل بخوام بگیرم، چه مکافاتی خواهد شد. یه اشکالی که پیش اومد، همین دوستمون هفته قبل لطف کرد چندین ویدیوی کوتاه از عربستان از جاهای دیگه فرستاد که خیلی قشنگ بود و ما گفتیم اینا رو توی برنامه نشون بدیم. متاسفانه اولینش تا نشون دادیم یک کسی آمده و به اصطلاح بر علیه ما چیز نوشته، کپی رایت، و یوتیوب هم به ما یک پوینت منفی داده. حالا ما باید بریم بهش بگیم که نه بابا، طبق قانون خودتون هم این کپی رایت نباید باشه و بهش میگن فیر یوزج، یعنی شما میتونید عکس ها و چیزای دیگران رو نشون بدید، اولا برای یه مدت کوتاه، بعدم بگید مال کی است. اون ویدیویی که ما نشون دادیم نه اسمی بوده نه چیزی بوده، از روی ایمیل یه نفر برای ما فرستاده. حالا نگو که همین ویدیو ممکنه روی یوتیوب هم بوده و به اصطلاح اونجا کپی رایت داشته و اشکال به وجود آورده. نمیدونم چرا یکم کنار اینجا اینجوریه، به صورت نور کم و زیاد میشه، نور مهتاب، نور آفتاب، این دریا و این چیزایی هم که این کنار هست بالاخره نورش عوض میشه. خب ببینم میتونم امروز الوعد وفا کنم و مقاله دکتر عباس رو پیدا کنم بخونم، مقاله خانم شایسته الهامی رو. خانم شایسته الهامی چون خودشونم در کار مدیا هستن میدونن و بارها هم من گفتم که من مقاله هایی که توی روزنامه ها، نشریه ها، مجله ها چاپ میشه همشون رو نمیخونم، یه مقداریشو میخونم، یه عکسشو نشون میدم که دوستان بدونن کجا میتونن همشو بخونن. همش رو خودم میخونم چون یاد میگیرم، ولی برای دوستان بخوام اینجا به اصطلاح روخانی میگن یا بازخوانی کنم یه مقدار خسته کننده میشه. و اما آقای حسین نژاد لطف کرده. آقای حسین نژاد میدونید که یکی از اعضای سابق مجاهدین، حقیقتا اینا میگن ما مجاهد هستیم و سازمان مجاهد دیگه سازمان مجاهدین نیست و فرقه رجوی است. اون شما هستید بینندگان که باید قضاوت کنید که اینها درست میگن یا خانم مریم رجوی هم که فعلا مرحوم شده. ایشون آقای قربان علی حسین نژاد امروز نوشته بود و برای دوستان پخش کرده بود که گزارش چاپ آلبانیایی مجله آلمانی فوکس بعضی ها میگن از کمپ مجاهدین در تیرانا. اگه یادتون باشه این همون مجله‌ای بود که یک بارم آبروی این آقای رضا پهلوی رو برد. آقای رضا پهلوی دروغ گفته بود در رابطه با دادگاه لاهه و اینها، این مجله گندش رو بالا آورد. در صورت گویا این مجله رفته با یه نفر صحبت کرده و خیلی جالبه، باور کنید ببینید اینا کجا زندگی میکنن. اون دوستی که به من یه دفعه گفت آقای سوربی ماها حتی مورد تمسخر مردم قرار میگیریم برای که ما 30 سال در غار زندگی کردیم، ما اصحاب کهف هستیم، اینجوریه. میگه که گزارش چاپ مجله فوکس میگه فرزین بهار گودرزی میخواهد نه عکس او و نه عکس اتاقی که در آن ما در حال صحبت بودیم و نه عکس ساختمانی که او در آن با دوستان خود زندگی میکند منتشر نشود. خب اولا اگه این اسمش درست باشه که پس شناخته شده، الان هم معلوم شده تو آلبانیه، چون بعدش میگه که اگر دولت ایران بفهمه ما تو آلبانی هستیم حتما برای ترور ما افرادی رو میفرسته. آقا شما که آدم میان سال 50-60 ساله هستی، نه اسلحه‌ای داری نه چیزی، دیگه دولت ایران میخواد بیاد شما رو ترور کنه برای چی؟ برید بند خدا اینقدر برای خودتون چیز چی میگن دستیسته و این افراد مالی خولیای اینجوری هم میدونی که اصلا مالی خولیا مثلا تو مغزش فکر میکنه الان یه نفر داره راجبش صحبت میکنه، الان یه نفر با دولت تلفن زده میخوان بیان بگیرنش. اینا هم اینجوریه و الا این خنده‌دار نیست. اگه حتی این اسم فرزین بهادر گودرزی اسم مستعار این باشه، خب اینا که تو سازمان مجاهدین بودن و جدا شدن که میدونن اسم اصلیش چیه،
در هر صورت سازمان مجاهدین به نظر من تموم شد. فقط یه مورد مونده، یه موردش اینه که آمریکا اینا رو نگه داشته که هر وقت میخواد به دولت جمهوری اسلامی دندون نشون بده بگی ببین من 2000 تا پیپارتال دارم، اگه خواستم میبرم آموزششون میدم، اینا هم بلدن خودشون آتیش بزنن، بلدن بمب بذارن، بلدن نمیدونم با موتورسیکلت تیراندازی کنن، که فکر نمی‌کنم دیگه بتونن حتی سوار موتورسیکلت هم بشن. خب بریم تا یادم نرفته باز این هفته هم بعد قول نشدم برم سراغ آقای دکتر عباس ببینم که مقاله شون رو اینجا میتونم پیدا کنم. چه کنیم ما؟ بله دکتر عباس، Century of Doctors and Billionaires Pharmaceutical Insurance Industry Plan Mass Read، زکریا رازی. بله بله اینه. آها اولا ایشون لطف کردن توی این نوشتن که مردم تیوی The Best Persian Iranian Fair TV، یعنی بهترین تلویزیون ایرانیا که عادل هم هست. خیلی متشکرم. In USA can share this great saved information with its viewer. Dr. Abbas have question regarding mentality of dictator Reza Shah, father of corrupted Muhammad Reza Pahlavi, who was toppled by Great Iranian Revolution in 1978. میگه که ایشون یه سری سوال هایی داره در رابطه با به اصطلاح درست فکر کردن رضا شاه. حالا این منتالیتی که میگیم درست فکر کردن، یه وقت آدمای سالم هم اشتباه فکر کنن، ولی منتالیتی یعنی کسایی که مرض روانی دارن یا معتدل نیستن. در اصل ای کاش اینا رو به فارسی نوشته بودید آقای دکتر عباس عزیز که برای من آسان‌تر باشه توضیحش بدم تو ترجمه، یه چیزی رو کم کسر نگم اشتباه نکنم. ضمناً ای کاش خودتون تماس بگیرید با تلفن با صدای خودتون یا با اسکایپ ازشون پرسیدم، ایشون گفته حالش مناسب نیست که بیاد تو برنامه شرکت کنه، ولی با تلفن هر وقت حالتون مناسبه، چای خوردی، آب سردی نوشیدی، اینها بعد قشنگ تلفن بزن تا 10 دقیقه شما میتونید پیام بذارید 703-957-6150. در هر صورت این مقاله نسبتاً طولانیه، ولی من با وجودی که ایشون لطف کرده و گفته برای دوستامون بخونیم، فقط به شما میگم اگر خواستید برای ما ایمیل بزنید من براتون این مقاله رو میفرستم، چون ایشون نه وقتشو داره نه حوصله‌شو داره نه حالشو داره، من از فرستادن ایمیل و شماره تلفن و اینهای ایشون معذورم تا اینکه هر وقت خودشون بگن که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بله مقاله‌ای که ایشون نوشته خانم شایسته الهامی، اولا دوستان این کانادا هست، هر کی از ایران فرار میکنه با پول و اینا براش پناهندگی درست میکنه، پولا رو میگیره، کاخشون پلیس میذاره مواظبشون باشن اینا، از اون ور میاد به مردم میگه ما با ایران رفت آمد نداریم، یا آقای هست نماینده است، حالا یه وقتی اگه دوستمون خواست در این مورد صحبت کنه هی میره برای ایران میزنه و اینها. ببینید دوستان، دنیس کودر یا کودر شهردار مونتریال در تهران بوده ولی هیچ کس خبر نداشته است. این رو هم اگر خبر بیشترش رو به اصطلاح مشروعش برای ما بفرستید پخش میکنیم. بله چرا اینجا هست بفرمایید روی فیسبوک. خیلی ممنون، این بار لینکی که فرستاده بودید از فیسبوک درست کار کرد و از این بابت ممنون و متشکریم. اینجا دوستان ببینید اصلا روی وبسایت خود دنیس کودر است. دنیس کودر یا کودر نوشته که تیتر دپرین او این فرانسوی نوشته. خب در هر صورت گویا ایشون رفته ایران و ما هم به همین قد بسنده میکنیم و پسندیه و بریم ببینیم که حاصل سفر ایشون چی میشه. با کت شلوار و زعفران و اینها برمیگرده یا چی؟ ببینیم که آقای شفائی، آقای شفائی هنوز توی اون ماجرای تلویزیون‌های ایرانی توی ایران که یا تحت به اصطلاح کنترل
دولت دیکتاتوری شاه بودن یا تحت کنترل دولت دیکتاتوری شیخ هستن، ایشون نمیدونه که آقا تو آمریکا شما آزاد هستی، هر چی میخوای بگی. و باور کنید اگر خانم فرح پهلوی یا خانم فرح دیبا و آقای رضا پهلوی زورشون میرسید، همینجا منو خفه میکردن. پس اینا زورشون نمیرسه. به دلیل چی؟ به دلیل آزادی آمریکا. این دو سه روزی که گذشت تو آمریکا خیلی صحبت از این بود که آقای دونالد ترامپ، این دیوانه زنجیری، واقعا مالیات نداده. توی دوشنبه وقت صحبت کردن گفتن آقا شما مالیات ندادی تقریبا 20 سال هست و اینا، گفت خب من زرنگم. خیلی از آمریکایی که سخت کار میکنن و مالیات میدن، فلسفهشون بر این هست که ما مالیات میدیم که توی کشور آزاد زندگی کنیم. یعنی این بهای زندگی کردن در یک کشور آزاد پرداخت همین مالیات ها هست که باید بنه. وقت کی میاد از دونالد ترامپ دیوانه حمایت میکنه به غیر از دکتر حمزه پور دیوانه؟ جولیانی که اینم بهش قول داده که حالا وقتی تو اومدی یا میشی سفیر یا میشی وکیل یا میشی وزیر، یه کاری میشی. و کریس کریستی که این مردکه چاق مال نیوجرسی که دیوانه است، یه مدت میگه این روانیه فلانه، حالا بعد اومده. در صورت اینا هر چی این بگن اون میاد میگه که بله این درسته. اونا اومدن میگن بله دیگه، لوپ هول هست که اینا میتونن ازش استفاده کنن. لوپ هول حقیقتا مثل جاده های کمربندیه. لوپ اینجوری یعنی یه چیزی که شما مثلا به جایی که اینجا برید ازتون پول بگیرن، باج بگیرن، یاد میگیرید از این دور میزنید. پس پلیس را اینجاست، شما دور میزنید، بهش میگن لوپ هول. برای تکس و اینا حتی کتاب براش نوشتن که چگونه از اینا استفاده کنید. حتی به شما موقع پر کردن مالیات، برگای مالیاتی، حسابدارا میان تبلیغای میذارن توی تلویزیون ها که بیاین با ما کار کنید چون ما بیشتر از همه بلدیم که شما چجوری کمتر پول بدید. در هر صورت همه اینا که ادعای این میکنن که میخوان از به اصطلاح جامعه، اون هم از گروه متوسط آمریکا، خانواده های متوسط حمایت کنن، دروغ میگن. دروغی بیش نبوده و نیست و نخواهد بود. آقای برنی سندرز و اون دوتای دیگه هم که یک فکرای سوسیالیستی و اینها دارن، میبینید که اصلا بالا نمیان. برنی سندرز من نمیدونم چرا این نره به صورت به اصطلاح مستقل بیاد، چون الان دو نفر آمدن از حزبای دیگه، شانس اون بیشتر بود. بعد آقای خانم هیلری کلینتون داره خیلی تلاش میکنه که به طرفدارای برنی سندرز، به اونایی که میگن مثل ما رأی نمیدیم، به طرفدارای خانم جیل استاین، به طرفدارای اون آقای جانسون بگه که شماها هر کدومتون که به این رأی بدید و به من رأی ندید، انگار مستقیما به چیز رأی دادید، به دونالد ترامپ رأی دادید. بعد این سوال پیش میاد، پس چیه؟ ما اگه به کسی اطمینان نداریم باید بریم رأی بدیم؟ این که میشه سیستم ایران هم همینو میگه. سیستم ایران هم میگه شما حالا بیا بده، مهم نیست به کی میدی، ولی قراره مردم رأی ندن تا اونایی که مورد اطمینانشون هستن بیان، تا این ورقای کاغذ بعد این همه میلیاردها دلار مخارج و این همه اعصاب همه رو خرد کردن، دیگه تلویزیون ها هیچ چیزی ندارن به غیر از صحبت اینها. میبینید حتی روی برنامه های ما هم که خارجی هستیم اینجا اثر گذاشته. این هم از این ماجرا. و مقاله خانم شایسته رو ببینم، این رو خوندیم. تمدن فرانسوی ها روی جمجمه مبارزان الجزایر، این عکس رو، مقاله رو گذاشتم روز جمعه فکر کنم داخل چیز بود به اصطلاح روی فیسبوک مردم تیوی. بعد صحبت هایی هست که میگن این خانم هیلری کلینتون وقتی که داشته دیبیت و مناظره میکرده با آقای دونالد ترامپ، دوشنبه هفته گذشته، فردا شب مناظره نخست وزیرای اینها هست. بعضی ها میگن نگید نخست وزیر، اینجا نخست وزیر ندارن، اینجا معاون دارن. راست هم میگن، چون این میاد معاون انتخاب میکنه و با اون میاد اون وزیر و وزرا هم که بعدا انتخاب میشن بعد از این که چیزی هست. در صورت گفتن که خانم
چیز تقلب کرده، یک گوشی کوچولو گذاشته تو گوشش و این روزا میتونی شما بخرید، همینجور که شما گوشی میخرید میذارید تو گوشتون، تلفنتون بی سیم وصله به این، از این کوچیکترش رو ساختن مثل سمعکه، میذارید داخل گوشت و طرف میتونه باهات صحبت کنه. و میگن اینم که یک کمی آهسته صحبت میکرد و اینها به این خاطره که داشتن از بیرون به اصطلاح گایدش میکردن، گاید کردن یعنی راهنمایی، هدایت و حمایتش میکردن. خب اینجوری به جای یک مغز چند تا مغز وای میسه اونجا به اصطلاح راهنماییش میکنه. این هم مقاله‌ای که من دنبالش میگشتم و گفتم بدقولی کردم. این نشریه پیوند، نمیدونم ماهنامه است، هفته نامه است، چیه نمیدونم. در هر صورت خانم شایسته الهامی از مونتریال اینجا، همینی که شهردارشون رفته تهران یا رفته ایران، مقاله می‌نویسن، لطف می‌کنن مقاله‌شون هم برای ما دیگرانی که جزء لیستشون هستیم می‌فرستن، احتمالاً روی فیسبوک هم می‌ذارن. ایشون میگه که آمریکا در حاکمیت پنتاگون و تحت قوانین نظامی است، نه کاخ سفید. من این مقاله رو می‌خوام بگم که اگر قبول کنیم باید حقیقتاً بگیم که آمریکا تحت کنترل و حاکمیت کورپوریشن ها هست. بعد ایشون یک کدی آورده که این کد رو میگن جان کندی استفاده کرده که بشریت باید به جنگ خاتمه دهد یا جنگ به بشریت و نوع انسان خاتمه خواهد داد. خانم شایسته الهامی از مونترال نوشتن که 16 سپتامبر آتش بس چند روزه در سوریه به دلیل بمباران پایگاه نظامی در دیر الزور نوشتن که نیروهای آمریکایی روز شنبه 17 سپتامبر شکسته شد. این خبر مهم در میان خبر مربوط به بمبگذاری احمد رحامی، جوان آمریکایی افغانی تبار در نیویورک تحت شعاع قرار گرفت، به طوری که برنامه‌های سیاسی یک شنبه صبح 18 سپتامبر سه کانال آمریکایی کوچکترین صحبتی راجع به آن نکردند و کشته شدن حدود 62 سرباز سوری و زخمی شدن چند صد تن در هیاهوی یک حادثه به قول خبرگزاری‌ها تروریستی توسط یک جوان 28 ساله الکلی گم شد. به قول تروریستی توسط یک جوان، نمیدونم این منظورتون اگه این پسره هست، این 29 نفر زخمی شدن. حالا اون کشته ها و اینا، سوریه هر روز خبراشو آرتی و اینا نشون میده و صحبت هایی که روسیه میکنه و صحبت هایی که آمریکا میکنه کاملا به اصطلاح با هم تفاوت داره. بعد ایشون نوشتن که دو روز بعد هم حمله‌ای به کامیون‌های حامل مواد غذایی به شهر حلب در سوریه شد که آن حمله را به روسیه نسبت دادن، ولی چون اساس و پایه‌ای نداشت، آن هم در هیاهوی درخواست جدایی آنجلینا جولی از براد پیت در پرده ابهام قرار گرفت و حالا این مردم بدبخت سوریه هستند که دارن زر زیر بمباران‌ها نابود می‌شوند. و اما روز 21 سپتامبر قیتیان فنیان کانینگهام، اینجا نوشتن، بله، فنیان کانینگهام روزنامه نگار با سابقه ایرلندی در سایت سپولین یا سپولین و انفورمیشن کرینگ هاوس، بله کرینگ هاوس، مطالبی با عنوان سیریا شوز یو اس اندر میلیتری رول نوشته بود و این خلاصه بخش و این قسمت بخشی از آنهاست. در اصل این میبینید اینجا ریز هم هست، برای من هم یکم مشکل خوندنش، میتونم اینجوری در رفت اصلا میتونم اینجوری غیبش کنم. در هر صورت اگر کسی میخواد میتونه نشریه پیوند صفحه 29، و جالبه که هر دفعه صفحه 29 مطالب ایشون رو میذارن. اینم از این.
از دوستانی که روی فیسبوک هستن ممنون و متشکر. بیشتر تشکر میکنیم اگر فیسبوک این برنامه های زنده رو روی صفحه های خودتون هم شیر کنید. من الان این شیر کردن رو به شما نشون میدم که هیچ عذر و بهانه ای نداشته باشید که بگید میخواستم ولی بلد نبودم، چون ما خیلی آسان از زیر کارهایی که باید انجام بدیم در میریم فقط به این بهانه که میخواستم ولی بلد نبودم. شما وقتی میان صفحه مردم تیوی به این صورت میبینید که الان ببینید بالای بالا این شاخ شمشاد نشسته و وقتی میزنید اینجا این شروع میکنه به اصطلاح ویدیو صحبت کردن، که این به نظر من چیز خوبیه. اگه توی آفیسی بازش میکنید همینجوری یه دفعه سوربی نتراشیده و نخراشیده شروع میکنه صحبت کردن، مگر اینکه شما به اصطلاح اون کلید پلی رو فشار بدید. اینجا نمیدونم تو ایران به این چی میگفتیم، چون نمیگفتیم که نوار رو بازی کن. ببینید اینجا زیر این نوشته لایک، اولین کاری که میکنید یه لایک گنده بزنید، یه قلب، بعد که قلبتون بهتر کنه کامنت که اگه میخواییم بنویسید بنویسید. مثلا من الان میسن سوربی با مردم و میبینید که من تا اینجا مینویسم برای شما هم میاد، پس شما میتونید حتی در حین برنامه زنده هم نوشت سوربی با مردم تیوی. امان از دست این دستگاه ها که دیگه نمیذارن خودمون تصمیم بگیریم. من میگم مردم، اون میگه مردم تیوی. اوکی سوربی حالا شد نردم، خب دیگه اب نداره. مهم اینه اینجا شیر میگه با کی میخوای شیر کنی. فکر کنم شما اگه یه صفحه داشته باشید فقط مال خودتونه، شیر آن پیج یو منیج از من میپرسه میخوای اونی که مال مردم تیویه، چون بهتون گفتم ما یه زمانی 12 تا صفحه، یا شیر آن یور اون تایملاین. در صورت اینجا باز میستم سوربی با مردم، ما هنوز یاد نگرفتیم چند انگشتی بزنیم. سمد آقا 2 انگشتی میزد به چشم اینو، اون مام 2 انگشتی تایپ میکنیم، پس نشون میده ما از سمد آقا یاد گرفتیم. دیلیز خمونم که مثل سمد آقاست. خب ساعت 2:28 است. پس مقاله دکتر عباس رو گفتم که درباره چی میخواد صحبت کنه، ولی بهتره یا خودشون مقاله رو بنویسن من رو فیسبوک به اصطلاح پست کنم نصب کنم، یا اینکه توی شماره توی با شماره تلفن 703-957-6157 تماس بگیرن و برای شما دوستان بگن اون چیزی رو که نظرشون یا مطلبی رو که میخوان عنوان کنم. من پیشاپیش ازشون ممنونم. دکتر کاظم افشارها هم همونجوری که در برنامه اون روز گفتن قراره من با فردا باشون صحبت کنم، قرار بوده که سفری داشته باشن. اگر این سفر به تعویق افتاده باشه چند جلسه جمعه ها مهمان ما خواهند بود و من برای همه دوستان گفتم به قول معروف ریگاردلس، صرف نظر از اینکه شما مذهبی باشین، سیاسی باشین، اجتماعی باشین، چپ باشید، راست باشید، بالا باشید، پایین باشید، تندرو باشید، یواشرو باشید، من این حق رو برای خودم به اصطلاح رزرو میکنم، نگه میدارم که بتونم نظرم رو بگم، مخصوصا تو برنامه‌هایی که اینها توی برنامه من میان. اگه برنامه خودشون باشه بازم من به عنوان یه بیننده حق دارم که بیام بگم مثلا آقای فرزاد شبستری وقتی برنامه داشتن توی برنامه شماره 59 که الان برنامه 59شون امروز پخش شد اینو گفتن نظر من این هست. در صورت راجب آقای فرزاد شبستری قبلا هم گفته به دلیل این اشکالاتی که ویندوز 10 و اینا برشون ایجاد کرده تصمیم گرفته که یه مدت برنامه نداشته باشه، قرار ویدیوی 60 رو هم درست کنه. ما روی یوتیوب و اینها هم بذاریم، یوتیوب خودشون میذاره اصلا، و روی آرشیو هم بذاریم، ولی چند مدتی برنامه ندارن و اینجا میدونید هر کی آمد میگیم خوش آمد، هر کی رفت میگیم به امید دیدار. درباره برنامه‌های آقای محسن نادری نژاد متاسفانه از روز اول من به شما گفتم ایشون از لحاظ کامیونیکیت، یعنی از لحاظ تماس گرفتن، از لحاظ جواب دادن و اینها خیلی بد عمل میکنه. یعنی آقای نادری نژاد شما دیگه نمیتونی یه تلفن بگیری دست بگی خب من این تلفن رو دارم هر کی میخواد با من تماس بگیر. مردم این روزا با تلفن، با فیسبوک، با یوتیوب، با نمیدونم ایمیل، با تکست
اینا تماس میگیرن، شما باید باهاشون جواب بدید. من به ایشون گفته بودم که 4 جلسه تا 6 جلسه برنامه میذاریم این مهمون من تا دوستان بیان حمایت کنن، یا خود شما بتونید دوستان قدیمیتون رو پیدا کنید، اونی که آگهی میداده بهتون، اونی که حمایت میکرده، اونی که میخواد از لحاظ کمک به پناهنده های ترکیه کمک کنه و اینها. و برای من خیلی جالبه، ایشون توی یکی از برنامه‌هاش میگه که رفت تلویزیون پارس و به اونها گفت که حاضر مای 1000 دلار بده، ولی اونها قبول نکردن برنامه‌اش پخش کنه. ولی اینجا وقتی میان همه میخوان مجانی باشه. من این معامله و معادله رو نفهمیدم. اگرم دلیلشون اینه که خب این چون اینترنت تلویزیون اینترنتی، آقا به همون تلویزیون پارس زنگ بزن، از آقای شجره، از آقای میبودی بپرس این روزا کجا بیشتر میبیننشون. دوست عزیز من، شده اینترنت اینترنت اینترنت. میدونی که در معاملات خرید و فروش خونه و ملک و اینها، اینایی که معاملات ملکی میگفتن دارن، املاک دارن، میگن 3 چیز رو حتما رعایت کنید: 1 لوکیشن 2 لوکیشن 3 لوکیشن، یعنی محل محل محل. الان لوکیشن 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 شده اینترنت. در هر صورت من برای ایشون نوشتم که به جای 6 هفته و 4 هفته ما 7 هفته برنامه شما رو فرستادیم، 1 هفته برنامه زنده اجرا کردیم و الان شما 2 تا انتخاب دارید: یا اینکه برنامه رو به این صورت بفرستید، ما با یک مبلغ خیلی کمی که فقط هزینه اولاً وقتمونه که میشینیم این DVD رو تبدیل میکنیم به دیجیتال، میذاریم روی یوتیوب، از روی یوتیوب در میاریم میذاریم اونا چیز شده باشه، که اونم نمیشه، فقط اولاً آدم خیالش راضی باشه که طرف یه قدمی برداشته در جهت پرداخت. یا اینکه تلویزیون خودتون رو بزنید، در راه اندازی تلویزیون خودتون هم کمکتون میکنیم. اگه شما بگی ایشون جوابی نوشته، نه، اون روز فقط زنگ زدن یه بار دیگه همین مسائل رو گفتن که من بازنشست هستم، درآمدی ندارم، فاصلم با لس آنجلس دوره. گفتم عزیز من این روزا دیگه لازم نیست شما رانندگی کنی بریم اونجا، شما زنگ میزنی به اون بقال، به اون فروشنده، والا اون بقاله، اون فروشنده اینترنت و اینها توی مغازه‌شه، شما میتونی با اسکایپ باهاش صحبت کنی. در هر صورت اینا مشکلات اوناست، مشکلات من نیست. من مشکلات خودم رو دارم، با یوتیوب دیل کنم، پول ویدیو استریمینگ بدم، پول اینترنت های اسپید بدم، پول این وسایل رو بدم. همین امروز ما مجبور شدیم یه تلفن دیگه بخریم که بتونیم یک سری کارهایی رو که میخوایم بهتر و بیشتر انجام بدیم. خب اینا همش پول هست. در هر صورت خبری ازشون نشد. من معمولا یا شنبه ها یا دوشنبه صبح دیویدی های ایشون رو میگرفتم. DVD جدیدی نیومده. حقیقتش بگم من امیدوار بودم که ایشون مثلا DVD بفرسته، حالا اگه ما گفتیم انقدر، بگه انقدر ندارم، فعلا 50%ش رو بهتون میدم یا 25%. توی آمریکا میگن وقتی پول ندارید، اونی که ازتون طلبکاره به اصطلاح کم محلی نکنید، اون عصبانی میشه. کاری که میکنید اینه: زنگ بزنید یا تماس بگیرید، بگید که یه همچین اتفاق برای من افتاده، کارم رو از دست دادم، ماشینم خراب شده، فلان اینها، و من ندارم که مثلا 1000 دلار بدم، ولی این ماه میتونم 100 دلار بدم و امیدوار باشم ماه آینده دوباره اوزان برگرده به قبل. اینجوری اینا میگن گود فیت. اینجوری شما حسن نیتت رو به طرف نشون دادی، طرفم دیگه مگر اینکه خیلی سنگدل و خیلی آدم بعدی باشه که بره حالا شما رو بخواد قانونی یا غیر قانونی اذیت کنه، چون پیش خودش میگه بابا این 100 دلار داده بهتر از اینی که هیچی بده و منم تازه الان برم پول بدم وکیل و اینها. این متاسفانه ایرانی‌ها اینو رعایت نمی‌کنن و من هرچی تلاش کردم که بگم به مردم رو یاد بدیم، مثل که خیلی موفق نبودی. این هم از این ماجرا. خب بله، اون ویدیوها رو ما به این دوستونم هی گفتیم این ویدیوها خیلی خوبه، یه برنامه میذاریم باحال که این ویدیوها رو نشون بدیم. ولی اولین ویدیویی که نشون دادیم مال همون اعتصابات عربستان بود، یوتیوب آمد و ناجوانمردانه زد به قلم استخوان ما.
و اما آقای علی شیرازی عزیز یک مقاله‌ای رو فرستاده که چگونه شاه شورای خبرگان اقتصادی را که در گاجره محل تفریحگاه بود نبود، گاجره تشکیل شده بود، مسخره کرد و به قولی به آنها گفته بود مگر شما کتاب‌های مرا نخواندید، بروید دستورات مرا که در آنها نوشتم اجرا کنید، و با این سخن نتایج شورای خبرگان را بی اثر نمود. این مقاله را حتما نخوانید. علی به جای بخوانید نوشته نخوانید. چشم، شما گفتید نخوانید، چون ما ایرانی هستیم برعکسش عمل میکنیم و میخوانیم. بذار ببینم، او از گاجره تا رامسر. این مقاله مال کی بوده؟ 29 صفحه 29 شماره این، تاریخ این کیه؟ 26/9/87. چرا این دوستان میرن یه دفعه اینا رو میارن؟ لابد در رابطه با یه جایی صحبتی شده، چیزی بوده. گویا این در رابطه با آقای دکتر عباس میلانی هست، چون ایشون چندین کتاب هم درباره شاه نوشته هم درباره هویدا و خیلی هم حالا دیگه معروف شده. خب، از گاجره تا رامسر، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفت، قسمت دو. اینجا عکس نشون میده که عکس امیر عباس هویدا به اتفاق منوچهر آزمون و عبدالمجید مجیدی، دو تن از معاونانش در صحن بهارستان. دکتر عباس میلانی یکی دیگر از پژوهشگران ایرانی است که در کتاب معمای هویدا با استناد به آمار و اطلاعات و بحث‌های مطروحه در آن سالها موضوع افزایش قیمت نفت و مدیریت ناکارآمد رژیم گذشته را در کانون توجه قرار داده است که در زیر و به نقل از صفحه 349-355 کتاب یاد شده این تحلیل را می آوریم. با افزایش درآمد نفت، توسعه اقتصادی ایران نیز شتابی سرسام‌آور پیدا کرد. با آنکه از سال 1347 تا 1351 تولید بخش صنعت سالانه 14% رشد، کرده بود، اما جهش بزرگ هنوز در پیش بود. از آذر ماه 1351 قیمت نفت به سرعت رو به افزایش گذاشت. ظرف یک سال بهای یک بشکه نفت خام از 5 دلار به نزدیک 12 دلار رسید. در درآمد ایران هم به موازات آن افزایش یافت. برنامه‌های اقتصادی مملکت هم همه در پرتو ارقام جدید درآمد مورد تجدید نظر قرار گرفت. از همین زمان بود که شاه هم به تدریج اشاراتش را به تمدن بزرگ آغازیده بود. وعده میداد که ایران پیش از پایان قرن پنجمین کشور صنعتی جهان خواهد شد. میگفت ژاپن را به شدت پشت سر خواهد گذاشت، و برای همیشه از دایره فقر و فلاکت و عقب ماندگی وا خواهد رهید. حتی بیش از جهش ناگهانی قیمت نفت هم البته به آینده ایران سخت خوشبین بود. در سال 1345 به هریمن گفته بود در 20 سال آینده تنها ژاپن ایران میتواند به مرحله رشد کنونی کشورهای اروپایی برسد. در عین حال به سرفرازی گفته بود ایران حتی از ژاپن نیز منابع طبیعی بیشتری دارد. خب، همونجور گفتم یکی از مشکلات ایشون این بود که خودش رو ام العلوم میدونست، مادر همه دانایی ها، و فکر میکرد که از همه رشته ها خبر داره، کسی که حتی دیپلم هم قبول نشده بود. و دیگه ماجراهاشو ببینید دیگه، خودتون میبینید که نتیجهش چی شد، من چی بگم. خب، و اما welcome to a new way to pay. میدونید که این روزا حتی با این تلفناتون شما فروشگاه که میرید، خرید که میکنید، گس استیشن هنوز نمیدونم، میتونید با اینها پرداخت کنید به جایی که الان کردیت کارت از جیبتون در بیارید و اینا. یعنی همش داره پیش میره که همه چی رو کنار بذاریم و آخرالامر بیافتیم به این تلفن، که واقعا بعضی وقتا من میشینم میشمارم که این چند تا کار انجام میده، خستم میشه از چراغ قوه، از ماشین حساب، از قطنما، از اصلا از دوربین عکاسی، از دوربین فیلم برداری، از اینکه نبضتو میگیره، فشار خونتو میگیره. در صورت نمیدونم به کجا خواهد رسید، ولی
این جالبه که میگه start paying in the store with iPhone and Apple Watch. نه فقط این، با ساعتم. شما میدونید یه ساعتایی این شرکت اپل ساخته، البته گفتن خیلی مردم ازش استقبال نکردن، چون الان سال هاست که خیلی ها ساعت معمولی هم رو دستشون نمیذارن. میگه که این هر جایی که این علامت میبینید، مثل علامت موج وای فای روی دستگاه هاشون میبینید، من اینو اولین بار توی فرانسه یا توی انگلستان دیدم. دیدم که با کردیت کارتشون میارن نزدیک اون چیزه پی میکنن، ولی ما کردیت کارت آمریکایی داشتیم، باید میرفتیم میدادیم به اون راننده تا به اصطلاح پول بگیره برای چیز و اینا، که بعد فهمیدم این همون چیزی هست که از این ور اینو میسازن، از اون ور میگن این کارت های جدید که چیز داره همش چیز چیز، از این بهش میگن چیپ. من اینجوری بگیرم که شما بله، این که چیپ داره، میگن وقتی که توی کیفتون هست و شما راه میرید تو خیابون، یه نفر دیگه میتونه بغل دستتون که رد میشه اینا رو بخونه و داشته باشه و بره تو خونه بشینه یکی یکی بزنه و پول بگیره. در هر صورت نمیدونم، به نظر میرسه که این تکنولوژی اگه یک قدم جلو میره، کان آرتیستا، دزدا، سوء استفاده کننده 10 قدم جلوتر از اینها همیشه بوده و هستن. در اصل میگه حالا دیگه با ساعتتون یا با تلفنتون میتونید پرداخت کنید. یه روزی میرسه که لابد بارکد میزنن رو دستمون. بارکد میدونید این خطای سیاه و چیزی هست که اگه بتونم یه جایی پیدا کنم بهتون نشون میدم. اتفاقا یه فیلمی دیدم به نام بارکد، چقدر افتضاح، چقدر هم تبلیغش میکنن بعضی وقتا این ایرانی ها، من نمیدونم. آها ببینید این بارکده، ببینید این بارکده که مثلا اداره پست استفاده کرده، این خطا پنها تعدادشون پهنا و نازک بودن، اینا مثل شمارش قشن یا اینو میزنن یا یه شماره دیگه. در هر صورت یه مدت صحبت این بود که وقتی بچه ها دنیا میاد توی دستشون یه چیزه، یه چیپ، یه قطعه الکترونیکی کوچولو اندازه یک دونه برنج بذارن و این تاریخ شناسنامه همه چیش اونجاست. حالا ببینید دیگه بعدش چه خواهد شد. از این به بعد همین دست بریده است که تو خیابون افتاده، دستا رو میبرن میبرن، پولشونو میگیرن، میرن مواد مخدر، میرن سوء استفاده، دستا رو میندازن اونجا. راجع به دزدی و اینها امروز خبری بود در صفحه های اینترنتی، دیدم آقای سرهنگ فرهومندم روی وب روی فیسبوک خودشون گذاشتن راجع به خانم کیم چی کارداشیان که گویا برای نمایش مد رفته بوده پاریس فرانسه و ادعا میکنه که 2 نفر مسلح آمدن توی اتاقش و بیش از 10 میلیون دلار جواهراتش رو دزدیدن. به نظر میرسه فقط خانم فرح پهلوی نیست که وقتی برای درمان شوهرش میخواد بیاد آمریکا و این ور اون ور جواهرات با خودش میبره، خانم کیم کارداشیان هم وقتی خواسته بره اونجا جواهرات رو برده، اونم بیش از 10 میلیون دلار و دزدا آمدن برده. یادم افتاد به حرف دوستمون پتیک که خودش ارمنیه، وقتی من از ارمنیا و فنی بودنشون تعریف کردم و از آنست بودنشون و راست بودنشون، ایشون گفت هنوز چوب ارمنیای ارمنستان بهت نخورده که اونها ببینی چی هستن. و من فکر میکنم، حالا نمیدونم، فکر میکنم این یه ماجرایی باشه بعدن ربط پیدا کنه به ارمنیا، شایدم اصلا خود همین خانم کارداشیان به یک وسیله‌ای بخواد با بیمه و نمیدونم اینها کلاهبرداری کنه. نمیشه بگی، حدسشو باید بزنی فعلا تا باشه. از این بدی‌ها و دزدی‌ها و اینها بیان بیرون، بریم سراغ زیبایی‌ها و قشنگی‌ها و احساس لطافت بین این انسان و حیوان، مخصوصا بین بچه‌ها، کودکان و بچه بزغاله که نه، به این چی میگفتن که این بره بزغاله یعنی بچه بز، ولی این بچه بره است که این دختر خانم بغلش کرده. و اینم آقایی که سقلو داره میبینید، و این هم یکی از این
پزشکای حیوانات، من آقای به نظر ایرانی میاد که سگه چجوری جای امنی پیدا کرده و سرش رو گذاشته روی شونه این، و این هم سربازای آمریکایی که اکثرا جوان هستن و اکثرا چون از خانواده های کم درآمد و کم تحصیل هم هستن، این بیچاره ها تو همون 17-18 سالگی بعضی هاشون دبیرستان بابا میشن، بچه دار میشن و میبینی مثلا طرف 23-24 سالش 3-4 تا بچه داره و حالا هی برای پول و برای دانشگاه و اینها هم باید بره تو ارتش. بعد میدونی خیلی هاشون وقتی برمیگردن خیلی هاشون چی روزی 22 تا خودکشی میکنن، حالا دیگه حسابش کنید که چه خبر. خب اینم این مجسمه و این دخترخانه و کوچولو که ادای مجسمه رو در میاره، اینم این آقا که سگش خوابیده توی رخت خواب ولی خودش خوابیده روی زمین، احتمالاً این تو رخت خواب بوده، سگ رفته بالا بعد گرم شده گفته بابا ولش کن سگه که نمیره، خودش اومده پایین. و اینم آقا پسر خوش اخلاق که اینم اخلاقش مثل ما ایرانی هاست چه قیافه‌ای گرفته. خب اینم بابا و مامان شترمرغ که این برانور جاده مواظب بچه هاشون هستن، خیلی قشنگ و زیبا. و این هم دوستی احساسات اسب و این آقا کوبوی کوچولو که با وجودی که دایپرز یا پمپرز به قول ما ایرانی ها پوشیده، ولی میبینید که کوبوی بود. اولا کلاهش کلاه کوبوی یا کلاه گاو بازا، بعد پوتین گاو بازا، و اینجا هم شلوارش یا همین دایپرزش از جنس جین هست. عکس بسیار قشنگ و باحالیه. و اما اینم یکی از این بچه های نمیدونم اینا مال منگولیان هستن ترکمن هستن، این قیافه های اینجوری دست گربش رو قشنگ گذاشته اون پشت و داره حملش میکنه. خب اون بچه بود، این هم بچه قدیم که با عصا و اینها خوابیده خسته شه، ولی گربه هم رفته تو بغلش و کیفی هم داره وقتی این حیوان ها میان بعد آدم میخوابن، مخصوصا اگر زمستون باشه. اینم آقا آقا اسبه که داره دوستش رو یک ماچ حیوانی میکنه. خب اینم بمبی. بمبی بچه های کوچولوی آهوها رو آهو بهره میگفتیم تو ایران، اینجا میگنش بمبی. فیلم های بسیاری هم ساختن راجبش، احتمالا از مادرش جدا شده، اینا دارن شیرش میدن تا بزرگ بشه بتونه شروع کنه سبزی و علف خوردن بره سراغ کارش. و اما میدونید که توی آمریکا، نمیدونم توی ایران هم شروع شده یا نه، یک فکر کنم اسب و خوک و سگ و اینها هست که بهشون میگن سرویس داگ یا سرویس انیمال. اول با داگ شروع شده بود که اینا رو مثلا این پسره که فلج هست این سگه کمکش میکنه، و ببینید که اینجوری چه جوری با هم دارن دوستی و محبت میکنن. و این سگا رو دوستان اگر یه جایی میبینید نرین مثل سگای دیگه وایس این نازشون کنید و اینها، چون به قول صاحبانشون میگن اینا الان دارن کار میکنن. و شما وقتی یکی داره کار میکنه، مثلا یه راننده اتوبوس که داره کار میکنه، که نمیری بگیری ماچش کنی، پس با ولش کن، مگر اینکه از صاحبش سوال کنی که مثلا can I pet him or میتونم نوازش کنم، یا به هر زبونی که تو هر کشوری هستید. در صورت سگای سرویس داگ و اینها رو نباید بدون اجازه همینجوری برین جلوه پاپی پاپی کنین، چون اینها و کارشون رو ول میکنن میان سراغ شما. این هم از این ماجرا. این آقا هم که دیگه بهترین شادی رو داره، یه جایی هست که احتمالا سگها رو پرورش میدن یا اونا رو نگه میدارن سرسره و اینها، و این همه سگ دورش، یکیش چقدر با آدم خوشحالی میداره دیگه، این همه بین چقدر. این هم که ببینید مهم نیست که شما چه خونه بزرگی داشته باشید، چند تا جکوزی داشته باشید، چند تا نمیدونم استخر داشته باشید، مهم این است که خوشحال و شاد باشید. ببینید توی سطل آب این پسر یا دختر چجوری خوشحال و خندان هست. امیدواریم که یاد بگیریم از چیزایی که داریم
حد اکثر استفاده رو کنیم و بتونیم با همین چیزها شاد باشیم. ولی اگر همیشه دنبال بهترین و بزرگترین باشیم، هیچ وقت گیرمون نمیاد و همیشه در حال حسرت کشیدن هستیم. این عکس رو هم دیدید که این ببعی، این بره با این دختر خانم، این عکس رو هم دیدید که بابا ارتشی دخترش رو، احتمالا این کوچولو یا پسر یا دختره، هر کاری اون میکنه داره ورزش میکنه، اینا هم تقلید میکنند. و اما این هم چی میگن به این پنگوئن ها، این پنگوئن ها از دور که رامیان مثل آخوندا هستن، چون لباسشون مشکیه، بعد اون وسط سفیده، وقتی رامیان عین اونا چون این ور اونورم میکنن، عین این که اونا دارن میان و به اصطلاح عباشون باد داره میخوره. اینا هم میدونید که یه فیلمی رو سی ان ان نشون داد، اصلا اگر شما اون فیلم رو ببینید و گریتون نیاد یا عشق نریزید، فکر کنم یه چیزی با شما غلطه، باید برید دکتر. نشون میده که اینها چند روز چند مایل را میرن، خوراک میخورن، نگه میدارن تو شکمشون، تو دهنشون، تا بیان به بچه بدن. خیلی هاشون تلف میشن برای اینکه نسل بعدی زنده بمونه. حقیقتا میبینید همین کارهایی که ما انسان ها میکنیم، ولی دیگه به این حد فداکاری و اینها فکر نمی کنم بوده باشد. خب آها، آقای منوچهر عزیز لطف کردن پیغام گذاشتن. آقا منوچهر، من تازگی ها پیام نگذاشتم، یا اینکه یه پیامی این ور اون ور گم و گور شده بوده شما تازه گرفتی، یا دو پیام قبلی رو مثلا دوباره، نمیدونم. در هر صورت من تازگی ها براتون پیام نگذاشتم، ولی خیلی ممنونم که شما همون پیام باعث شده زنگ بزنید. احوالتون هم مثل که خوب نبوده، یه دو سه روز میگید کسل بودید، امیدواریم که این کسالت رفع شده باشه. و من تنها چیزی که تو برنامه و شاید تو پیام قبلی من گفته بودم درباره کتاب ها بود که شما گفتید میخواین کتاب هایی دارید بفروشید، گفتم که خودتون، دخترتون، پسرتون، دوستتون، برادرتون، همکارتون میتونه از اونا عکس بگیره نشون بده، یا اینکه یه برنامه بذاریم فیسبوک باشه، شما بشینیم اونجا یکی یکی نشون بدید. دوستان ما چندین کتاب داریم، به اضافه کتاب 6 تا از اینا هم مونده، اگر کسی میخواد. اینها آفتابه های قرن 21 این سرویس های بهداشتی خیلی تمیز و مرتب، و من واقعا میگم هر کی اینو ساخته خیلی قشنگ، باور کن اگر 200 دلارم از مردم میگرفت میارزید، ولی الان تو مارکت فکر کنم قیمتش بین 40 تا 150 دلار از بسیج داره. شما از کجا بخرید؟ میدونید که تو آمریکا اینجوریه، احتمالاً تو اروپا هم اینجوریه. شما یه چیزی رو، همون مارکو، یک کفشی رو اینجا میبینید مثلا آدیداس این مدلی 100 دلاره، میبرید اون ورتر میبینید گذاشته 120 دلار، یا میرید اون ورتر گذاشته 80 دلار. این شما هستید که با شاپران کردن، یعنی زحمت به خودتون دادن، رفتن بهتر یا یاد گرفتن. اینجا اتاق اصناف دوره شاه نیست که بگه ما همه باید شامپوی داروی داروگر رو بدن 2 تومن. آقا اونی که تو خیابون زند، اون موقع خیابون زند جای خوبی بود، اونی که تو خیابون زند مغازه داره مای چندین هزار تومن اجاره میده، این بفروشه 2 تومن. اونی هم که از تا از بعد از کارخونه بریجستون میمد کنار اتاق خونش که یه دری باز کرده بود و هیچ اجاره‌ای نداشت، هیچ کارمندی نداشت، اونم شامپوی دارومار داروگر رو بده 2 تومن، و بعد طرف رو میگرفتن جریمه میکردن. بعد چی شد؟ بدتر از اون شد، گفتن اگر گرون فروشی کنی شلاقت میزنی. من خودم شاهد شلاق خوردن یک فروشنده دروازه کازرون بودم که اصلا اون موقع وقتی آدم اینو میبینه چندشش میشه. آقا گرون میده، نخر ازش. مگه ما نداشتیم ضرب المثل جریمه گران فروشی نخریدن است؟ اینا رو تو کتاب و اینا خونده بودیم، چیز کردیم. در صورت منو چهر عزیز ممنونم، متشکرم، پیامتو گرفتم، ولی چیزی نبود که برای بینندگان پخش کنم، فقط خبر از کسالت دادی که امیدوارم کسالت رفع شده باشه. و اما بسیار مهم، شاید هم نه، ما هرچ گلوی خودمون رو پاره کردیم، به این دوستمون علی آقای شیرازی گفتیم عزیز من شما که با کامپیوتر واردی اینجوری ننویس، حتما بخوانید. حالا که دیگه اون یکی نشود حتما نخوانید. یا بسیار مهم، یا مصاحبه، وقتی کلیک میکنی رو اون مطلب، اون مطلب دومی که میبینی
اون رو کپی کن بذار توی سابجکت یا توی باکس موضوع. حالا من بهتون نشون میدم، اینشون یه چیزی فرستاده که وقتی روش کلیک میکنید شما رو میبره توی این صفحه و اینو میبینید. بذاری من کامرای سه. خدایا ما انقدری که به این دوستان بیننده همین ریز ریز این ور اون ور چی یاد دادیم، اگه هر کدومشون برای هر چیزی که از تلویزیون ما یاد گرفتن یک دلار داده بودن ما الان میلیونر بودیم. خبرگزاری صدا و سیما، ببینید شما وقت که میای اینجا این ماوستون رو بگیرید روی این خبر اینجوری کپی، اینجوری کپی، بعد توی ایمیلی که میخوان بنویسید یا بفرستید توی اون پیست میکنید تو قسمت بالا. دیگه سوربی اگه این خبر رو یه دوست دیگرش هم فرستاده باشه دوباره نمیره بازش کنه. وقت دوستانتون رو تلف نکنید. بعد یه مدتی مردم میگن آقا اینم که همش چیزای مزخرف میفرسته خودش هم نمیدونه چیه، چون نوشته بخوانید ببینید تا آخر ببینید. در هر صورت عربستان فردا رسما استفاده از تقویم میلادی را به جای تقویم هجری آغاز میکنه. دهم مهر 1395 این دو روز پیش بوده، دیروز هم آقای علی شیرازی برای ما فرستاده، ما هم امروز ازش تشکر میکنیم. بله سال هاست مدت هاست که همه دنیا دنبال اینن که یک زبان متحد پیدا کنن، یک الفابت به اصطلاح یه دونه پیدا کنن. حتی یه زبانی هم اومد اسپرانتو بود چی بود ولی موفق نشد، و اینکه یه تقویم ثابت داشته باشه. چیزی که از وقتی به کلیمی ها میگی بابا 5777 ول کن بیا رو 2016 میگه او من 3000 سال ول کنم، میگه اوکی. به ایرانی ها میگی آقا ول کن این 2575 چه فلان بیسار. ببخشید ما باید کمی این صندلیمون رو جابجا کنیم. بله اونم میگه ای بابا این میخوای یکی از پدران من رو بکشی، اینا پدران ما بودن چنین و چنان و هیچ کس حاضر نیست. حالا عربستان سعودی لابد دیده تاریخشون از همه عقب افتاده تره، 1300 فلان نمیدونم بهایی ها تقویم خودشون رو دارن، میدونم که نوروز هست و نمیدونم 19 روز و اینا، ولی تقویمشون سالش چیه چه سالی هست؟ یا بذارید بینستم اینجا بهایی کلنده، واقعا این اگر گوگل و اینها نبود ما چی کار میکردیم؟ کلنده اتفاق خانم سیمین تهرانی از تلویزیون رویال تی وی یه چیزی فرستاده بود راجع به همین راشنشانا و نوشته بود 5777. نوشتم من به دوستان کلیمی تبریک میگم ولی 5777 سال گذشته و اینها هنوز نفهمیدن همه مساوی هستیم. اینها فکر میکنن که chosen people یعنی مردم بالاتر و والاتر و برتری هستن، بهتری هستن و میگن خدا به ما قول داده. عجب این خدا رو بشر گذاشته سر کار. یه خدایی به قول آقای مینوی میگه، یکیش میگه شراب بخور، یکی میگه شراب نخور، یکیش میگه شراب نخور ولی بعدا بهت شراب میدم تو بهش، یکیش میگه شنبه تعطیل باش، یکیش میگه یه شنبه تعطیل باش، یکیش میگه جمعه تعطیل باش. حالا نمیدونم بهایا روزای جمعه شنبه یه شنبه شون دوستان که فعلا در رفتن. وقتی آقای حسن ارشاد آمد اینجا اولم خیلی استقبال کردن که نشون دادن که بله ما میتونیم صحبت کنیم و اینها، ولی یکی یکی در رفتن. و بدتر اینکه گویا اینها بهشون دستور میدن، باورتون میشه اینها یه شبکه‌ای به اینها دستور میده که مثلا شما از اینجا خرید نکن. مافیا؟ اوکی. در صورت بها فید کلنده بذارید ببینم چه سالی میشه، 19361 روز دارن و توی هر ماه 19 روز هست. مارچ 1884 سالش اینجا ننوشته. هولی دی بهای کلنده بهای فید نمیدونم 19 شو میبینم 19 تا 19 تا مثل که میشه 361 برای که 9 تا 82 نه تا از جون 661 در اصورت نمیدونم. و اگر دوستی میدونه برای من تکس برای من، بله با این تو و تو شما میتونید تکس هم بفرستید. اتفاقا نوشتم تلفن تکس تو و تو یعنی 202-695-2573. این هم از این ماجرا. خب
ببینیم برامون چی اومده. بله بیل، همش بیل میاد، بیل و کلنگ. آره این نامه آقای چیز به این صورت میومد، کی اسمش؟ ای آمده، من این همه بدی گفتم، عجب. ببینیم پولم توش هست. آقای عجیبه ها، برداشتم استفاده کردم از بس روی این نیز شلوغه نفهمیدم چی به چی. نه بنده خدا، برای که نشون بده خیلی وضع مالیش بده، دیگه این دفعه جلم نداشته و برنامه DVD 8 رو با این فرستاده، ولی توی روزنامه ها و مجله های ایرانی از این برم برامون این چیز رو فرستاده، این DVD رو گذاشتن تو این که وازش که میکنی شکم و نمیدونم باسن و اینا هست. و تعریف دکتر نجفی متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی درباره جراحی زیبایی بدن میگرد. خب بیا آقا، آقای نادری نژاد که منو بگو، من گفتم این بحثشون نرسیده، حتما نمیخواد دیگه برنامه داشته باشه. ببین همینو شما بردار بهش زنگ بزن بگو آقای فلانی دکتر نجفی، تلویزیون مردم برنامه داریم، میتونی نیم ساعت، یه ساعت، ربع ساعت اینفورمیشن بذاری، مردم رو دعوت کنی بیان لایپوساکشن رو نمیدونم از این چیزا. دیگه راجب نیست هزار مایل برونی بر پشت در وایسی آقای ستار دلدار بیاد در رو باز کنه، در صورت نمیدونم، ولی نه خبری از پول نبود، خبری از پول نبود. اگر دوستان مایل هستن که ویدیوهای آقای نادری نژاد پخش بشه، باید حمایت کنید، یا با خودشون تماس بگیرید یا با ما تا توافق کنیم بر سر یک اصل و اصولی و اون رو پخش کنید. و میدونید وقتی که ما اینجا پخش میکنیم هر روز پخش میشه. و اما چه کنیم که در سفر گرفتار قانون و حتی اعدام نشویم؟ ویدیو روی فیسبوک گذاشتم، گویا باز اینایی که میرن مالزی هرچی هم مردم بهشون میگن آقا خانم رعایت کنید، میرن بعدم اونجا دستگیر میشن، بعدم گریه و زاری که ما این مواد مال ما نیست، یه نفر تو فرودگاه به همون داد و مثلا گفت که اگه اینو ببرید $100 بهتون میدم، یکی گفت که من براتون بلیت میخرم به شرطی که شما این کیف رو ببرید. و قدیما اینجوری بود، یه چیزی که داشتی میخواستی بفرستی یه جا، میرفتی فرودگاه به یه مسافر خواهش میکردی شما که داری میری اینو ببر، پسر مثلا داداش من میاد تو کالیفرنیا میگیره. ولی اون موقع دوره اعتماد بود، الان دیگه اعتماد نیست. میگه که اینها برای 5 گرم مواد مخدر اعدامشون میکنن. خیلی خوشحالم که آقای سفرم آمده و امیدواریم به زودی بیاد با هم صحبت کنیم. سفر دادور کسی هست که قبلا در برنامه ما بوده و خیلی کمک میکنه، مخصوصا به نابینایان. و یه مدت نبودش مترو اینجا داغون شده بود. سفر جان بیا ببینیم که چرا وقتی تو میری مترو اینجوری لنگ میشه، هر روز میبندنش. بله ببینید، بازی موش و گربه کنگره آمریکا با کاخ ابیض، هم کاخ سفید، که مقاله آقای دکتر کاظم افشار هاست، روی اینترنت، روی فیسبوک هست. پایین تر از اون این هست، چه کنیم که در سفر اعدام نشویم، یک گزارش ویدیویی هست. من اگه اینو نشون بدم لابد بعدا یوتیوب یقمون رو میگیره، چی به اصطلاح ویدیوی خودمون رو بلاک میکنه. اینه که روی فیسبوک شما باید یکم فعال باشین، ما یه چیزایی رو بهتون اینجا نشون میدیم، بعد دنبالش برید اونجا. و الان این رسمه، حتی مثلا آقای بیلمار وقتی برنامه میذاره فامیلش میدیسه ماهر، منم اولا میخوندم ماهر، بعد خودش میگه بیلمار. البته یه خانمی هست نمیدونم خواهرش چیه، اون یه جورایی بین مار و ماهر یه جوری دیگه میگه. البته این فامیلی ها میدونه که هر جایی بوده اونجوری شده. میگه ما سروبی بودیم تو شیراز، تهران شد سوربی، رفتیم آلمان شدیم زوربی، رفتیم یه جای دیگه شدیم زوربا، اینجا یه مدت همون گفتن سوربای. در هر صورت این هم از این، اونم برنامهش وقتی اجرا میکنه بعدش به دوستانش میگه بیاین حالا بریم روی یوتیوب و اینترنت هم دیگر رو ببینیم. آقای محسن نادری نژاد ببین، اینترنت دنیا رو گرفته، و اگر شما خودتو به سرعت به اینترنت نرسونی
از قافله عقب میفتی. امیدوارم مثل اونایی نباشی که طرف اومد بهش گفت آقا بی بریم وایسادی اینجا رو بخوای ساندویچ بخوری، این شکمت نمیدونم فلان، قطار داره میره، دست کرد تو جیبش ما غلط کرده قطار بره، بلیتش اینجاست. اینم این. خب و اما این لینکدین اون روز هم گفتن هی دوستان، مثلا خانم شکوه میرزادگی برای من نوشته بود که آقای سربی من فقط روی این هستم و روی اون هستم و... گفتم خانم اینا رو برای من توضیح نده، شما خیلی ساده اگه براتون فرستاده میتونید بگید یس میخوام بیام، نو نمیخوام بیام، و منم کنترلی ندارم. اینا وقتی میام من این تلفن رو خریدم خواستم اکتیوش کنم، اولین چیزی که میزنی اکتیوش میخوای بکنی میپرسه کجا هستی، اگه نزنی یه سری چیزها رو ازت میگیره. باورتون میشه یکی از دوستای من زنگ زده، مثلا 6 تا راننده داشته، یکیش دیگه پیر شده مریض شده کار نمیکنه، اینم گفته خب من دیگه تلفنی که دادم به اون تلفن میخوام چیکار، تلفن رو تحویل بده. میگه ربع ساعت از من سوال میکردن این تلفنی که میخوای تحویل بدی مال کی بوده، زنده است مرده است مریض مسافرت میخواد بره، چرا میخوای تحویل بدی؟ آقا تلفن خریدم اون موقع پول زیادی داشتم به اینم مجانی تلفن دادم الان دیگه ندارم. اینجوری شده عدم اطمینان. توی فرودگاه که میری یه نفر میاد میگه این قرصا رو ببر برای مادرم، شما نمیدونی حتی اگر روش نوشته بود که آقا این ویتامین C هست، شما نمیدونی که اینو خالی کرده توش چه ویتامینی گذاشته چه کار کرده. وقتی میری اونجا اگه گرفتنت برای 5 گرم میشه چقدر، یه مسکال 4 گرمه نمیدونم یادم رفته اینا رو از بس 100 تا واحد ما داریم، یه سری من و سیر و بقه و نیوقه و چارک داشتیم بعد شد کیلو، بعد اومد راحت بشیم اومدیم اینجا شده پوند و نمیدونم آنس و اینا، گیجن در گیج. نگو رو نپرس. ممنونم از دوستان عزیز. بله خب دوستان این ایربون حالا که اومد دم دست من، اگه میخواین با هواپیما پرواز کنید یا حتی مسافرت با ماشین، میگن من حالا نمیدونم تلقینه یا اینو وقتی میندازید تو آب میخورید یه کمی فکر میکنید که اون کثیفی هوای هواپیما و اینا کمتر خستتون میکنه، حالا یا تلقینه یا واقعا چون آب خوردید خوبه. درباره آب دیروز خبر دادن که یه شرکتی که وابستگی به پپسی هم داشته، میدونید مثلا شرکت پپسی اینجا خط، اتفاقا من یه مدت تو پپسی شیراز کار میکردم، خط تولیدش هست، یه خط دیگه این ور میذاره، این داره پپسی تولید میکنه، از که این خاموش میشه از این ور میاد آب، مثلا آب تنها پر میکنه. این آبایی که توی بطری به مردم میفروشن، مردم فکر میکنن که اینا فیلتر شده نمیدونم فلان شده اینها. اتفاقا یه دوستی داریم آقای دکتر کوروش عزیز، ایشون دکتر بیو سامتینگ نمیدونم دکتر چی بهش میگن شناسیه، خلاصه این میگفت اینا رو وقتی میخواین بخرید ببینید روش نوشته فیلتر، یعنی از فیلتر گذاشته و اینها. تازگی دو روز پیش اعلام کردن که این شرکت پپسی اسم آبم آکوا بوده، آکوا کلا مثل که لاتین یا مکزیکیا و اینها به آب میگن آکوا، بعد مثل آکواریوم که میگفتیم، یعنی یه باکسی که توش آبه. گفتن که نه ما که نگفتیم که اینو ما فیلتر کردیم، ما آب تب واده، یعنی همون آب دستشویی، آب دستشویی میریختیم توش قشنگ میدادیم به مردم. حالا یه چیز براتون بگم، خود تلویزیون اگه اشتباه نکنم جان ستاسل بود یه دفعه نشون داد این آبایی که تو بطری توی پلاستیک میمونه اینها باکتری و ضررش بیشتر از آبیه که شما از آب شهرتون، مخصوصا اگر شهرتون یه مقدار راجعش مطالعه کرده باشین چیزای یعنی قسمت آبش و اینا مثل آب فلینت نباشه، اون شهر که قهوه‌ای بود و اینا توی وقت قهوه‌ای معلوم. خلاصه میگن این آب معمولی همون آب لوله کشی به قول خودمون تمیزتر و بهتره. و چه کنیم که در سفر گرفتار نشیم؟ توی این ویدیو یادتون میده میگه تو فرودگاه که هستید معمولا 2 ساعت قبل از پرواز اینایی که میان شما کجا میخوای بری من کجا میخوام برم دوست میشن، وقتی که دوست شدی برات تعریف میکنه که مادرم بیماری قلب داره ولی دواش گیر نمیاد فلان بیسار، شما رو توی معذوریاتی میذارن که شما مجبور میشی ببری اون قرصا، ممکنه شما رو
اسیر کنه، درگیر قانون کنه. حتی توی کشورهای مثل مالزی و چند تا کشور دیگه هستن که اینا خیلی سفت و سخت میگیرن درباره مواد مخدر، ممکنه شما محکوم به اعدام بشید. میگه بیش از 80 خورده این نفر توی مالزی الان منتظر اعدام هستن. خب ببینیم که چی میشه. پارسا عزیز جواب آقای سهراب چمنارا هم واقعا این مرد شریفیه. و ببینید اشکال ما خوب بودن یا بد بودن آدم ها نیست، اشکال ما اینه که این آدم ها وقتی پیله میکنن به یه چیزی از اون باورشون نمیخوان به هیچ قیمتی به اصطلاح عوض بشن، تغییر کنن، باور دیگری رو آقای سهراب چمنارا مهندس برق هستن، کارهای برق هم زیاد انجام دادن، توی هندوستان نیروگاه زدن، از اینایی که از آشغال و اینها زباله رو میسوزونن انرژی تولید میکنن، برق تولید میکنن. برای من نوشته بودن که من شما رو تگ کردم، گفتم من تمام نوتیفیکیشن ها یا اخطارای مال فیسبوک رو به خودم قطع کردم، فقط افرادی که پیام می نویسن تو قسمت مسیج اونو قبول میکنم، که ای کاش میتونستم کامنت و اینا رو هم قطع کنم. در هر صورت گفتم کجا تگ کردید، یعنی چی؟ گفتن روی وبسایت، روی فیسبوک. رفتم اونجا دیدم دو سه تا چیز نوشتن، هیچ کدومش راجع به من نیست. بالاخره گفتم آقا من رفتم ندیدم. ایشون برای من جواب نوشتن، آها، بعد بهم راهنمایی کردن، گفتن همونجا که راجع به قانون اساسی نوشتم. راجع به قانون اساسی ایشون نوشته بود که به اصطلاح فکر میکنه که بهتر، یعنی تنها راه آزادی ایران از حکومت جمهوری اسلامی داشتن یک قانون اساسی است. من برای ایشون نوشتم آقا سالها پیش یک آقای به نام دکتر مقدسی فوت کرد که ایشون میخواست حزب ملت رو راه بندازه، قانون اساسی داشت، اساسنامه داشت. همسر ایشون با من تماس گرفت، گفت من فکر کنم تو تنها کسی باشی که بتونی از عهده این کار بر بیای. گفتم چه کاری؟ گفت این حزب رو تأسیس کنی، باز کنی، عضو قبول کنی، بعدم این قانون اساسی رو ببری به مرحله تصویب و اجرا و اینا. گفتم خانم شما این همه اشتباه رو درباره من از طریق برنامه‌های من دیدید، من کجا آمدم گفتم درس سیاسی یا اقتصادی خوندم؟ کجا آمدم گفتم مدرسه قانون رفتم؟ کجا آمدم گفتم من میخوام بشم نماینده مجلس مؤسسان؟ کجا آمدم گفتم من میخوام بشم دبیر کلی حزبی؟ نه خانم، ما نخواستیم. کاغذا اینقدر دادم تحویلشون، خداحافظی کردم. برای آقای چمنارا نوشتم، آقای چمنارا در این مدت 20 سال دیگه، الان داره میشه 20 سال که من توی رادیو تلویزیون های ایرانی بودم و هستم، بیشتر از 20 نفر دیدم و شنیدم و نامه هاشون برام رسیده که قانون اساسی نوشتن. آقا قانون اساسی مگه الان نداری؟ قانون اساسی مگه دوره شاه نداری؟ اجرا نمی کنن. حالا گیرم که شما یه چیز بهترشو بنویسی بذاری، وقتی اجرا نمی کنن چه فایده ای داره؟ وقتی خود آقای افشارها میاد میگه تو ایران قانون همچین چیزی رو نمیگه، ولی چون آقای خامنه‌ای گفته پاسدارا میرن مزاحم مردم میشن، شما تو این مملکت نمیتونی بگی قانون. و الا آقا اگر قانون اساسی داشتن کاری رو حل میکنه، لایبریا اصلا اسم کشور لایبریا، کپی قانون اساسی آمریکا رو گذاشتن اونجا، حالا شما برو اونجا ببین اینجوری کار میکنه. پس این نوشته و کتاب نیست. بعد نوشتم شماها اگر میخواین ببینید چی کار میکنه، اینه، باید یه کسایی بیان به اون باورشون انقدر مطمئن باشن که بگه من حاضرم جونمو فدا کنم برم جلو. بابا این آقای یزدی، حالا دوست ما هم هست دیگه، حالا دوزارش هم افتاده رفته کنار از کار سیاست، خب شما رو چی کار به سیاست؟ هر از مدتی برو هند و اینجوری اینجوری کن و برگردی. این با همه کم سوادیش، میدونید که اینم کلاس نهم و اینا هم نگرفته بود، رفته بود برای آلمانا و اتریشیا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان کارگر جوان، بعدم چند تا زبون، یک زبونم کامل بلد نیست، یعنی نه آلمان، میگم من 18 تا زبون صحبت میکنم،
خواستم بگم حتما زبان بلبل و توتی براشون به قول شیرازی ها شافتک میزنی، چه 18 تا زبان صحبت میکنی؟ یک زبان رو کامل بلد نبود، زبان فارسی هم بلد نبود، ولی آمد گفت که من میخوام برم ایران. مردم رو اون قسمته اینو دنبال میکردن، ولی اون مزخرفایی که 2 ساعت میگفت نمیدونم همه فلان باشیم همه اینا، کسی کاری نداشت، همه منتظر بودن این چون گفته بود من میخوام برم ایران ببینن چه کار میکنه. آقا خمینی گفت من میرم ایران، رفت ایران، موفق شد. اگر کسی میخواد موفق بشه بره ایران، و الا اینجا بشینی تو عراق باشی، بلنشی بری پاریس، نمیدونم بیای تو آمریکا بشینی، اینا بیمایه فطیره. حتی اگه آردم بریزی، آبم بریزی، تنورم داشته باشی، این نون نمیشه، بیمایه فطیره. اگرم نون بشه، یک نونی میشه که دل درد میگیری. شما میدونی نون فطیر وقتی میخوری، چون خمیرش عمل نیومده، بعدن تازه تو شکمت میخواد حالا فعل انفعالات شیمیایی را بندازه. چرا اینقدر آرد درست میکنن صبح میشه اینقدر عمل میاد؟ حالا اینی شما این کتاب بفهم، آقا این قانون اساسی من نوشتم، از مال شما بهتر. میگه از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ هر وقت شما این قانون اساسی سوربی رو بردی تو ایران اجرا کردی، مردم بهت میگن بهتر از مال شما یا نیست. پس قانون اساسی کاری نمیکنه. خب ایشون نوشته که آقای سوربی گرامی عزیز، من هم بیشتر از 40 نفر میشناسم که در این 50 سال گذشته از قانون اساسی صحبت کرده و حتی نوشتند. اگر انگلیس ها به یک وقت، بذار من اینجا بیارم نشون بدم که اگه چیزی رو اشتباهی میخونم شما من رو تصحیح کنید. اوکی. یک جرعه هم چای بنوشم. باریکلا این دوستان کیا هستن تو فیسبوک برای ما قلب میفرستن. امیدوارم اینا علامت موفقیت و موافقت باشه نه بلاغ ایرانی. آقای سوربی گرامی عزیز، من هم بیشتر از 40 نفری میشناسم که در این 50 سال گذشته از قانون اساسی صحبت کرده و حتی نوشتن. اگر انگلیس ها به یک ورقه کاغذ به نام مگنا کارتا افتخار میکنن که 800 سال قانون اساسی داشتن، ما ایرانیان لوحه کوروش را در 2500 سال پیش که مراتب پیشرفت‌تر از مگنا کارتا بوده است داشتیم. تا چندین دهه بعد از قانون اساسی مشروطه در 110 سال پیش تمام. ببینید دوباره همون که بهتون گفتم، ایشون میخواد من شما رو انقدر تو کوچه پس کوچه های تاریخ و دانش خودش بچرخونه که ما اصلا متوجه نشیم موضوع چی بوده. عزیز من، ما کاری به این نمیدونم مگنا کارتا نداریم، کاری به کوروش نداریم. اگر شما خودت میگی قانون کوروش خوبه، پس دیگه شما چرا اومدی قانون اساسی نوشتی؟ قانون کوروش که داریم، درسته؟ پس یه نفر میخوام اجراش کنه، شما برو دنبال اون یه نفر بگرد. ای کاش با این پولی که خرج نوشتن، تایپ کردن، چاپ کردن، وقتت از همه مهمتر گذاشته بودی، کرده بودی، رفته بودی دنبال اون یه نفر، شاید یه نفری پیدا میشد. مگه صدام نبود به طرف 20,000 دلار میداد، میداد به خانواده‌اش، طرف میرم نمیدونم جنگ و خودکشی و فلان و بیسار اینا. شاید شما هم یک کسی رو میتونید پیدا کنید. شما که میگی 800 سال قانون اساسی انگلستان هست، 240 سال قانون اساسی آمریکاست که همتون باور دارید این کپی قانون اساسی کوروش. خب دیگه چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ یکی شما، یکی دکتر نصر احمدی میشینید کتاب مینویسید. دکتر نصر احمدی 8 سال رفته کتاب نوشته، کتاب قانون اساسی، بعدم از همه ایرانی‌ها دلخور و ناراحت که اینا منو حمایت نمیکنن. آقا شما چی میخوای از ایرانی ها؟ شما به ایرانی ها نمیگید که من میخوام برم ایران، شما بیاین با من. شما میگید من این کتاب قانون اساسی رو نوشتم، مردم میگن اوکی. هر وقت شما رفتی ایران، قدرت گرفتی، این قانون اساسی رو مجلس مؤسسان تأسیس شد، درست شد، نوشتن، ما که اومدیم اجراش میکنیم. چه کار باید بکنن مردم؟ اینو نمیگی. حالا برداشتید ببینید دوستان، یک صفحه من بهتون نشون میدم، خب وقت میگیره ایشون مینویسه، بی خود که نیست که.
وقت گذاشته ایشون اینقدر نوشته، قبلش هم برای من جدا نوشته که من باید بالاخره به زندگیم و کار و کاسبیم و اینا برسم. بله حالا بذارید ببینیم، بپریم با اون آخرش ببینیم چی میشه. 38 سال است که در که یک رأس آن مثلث، این برمیگرده به دو سه تا کتاب ایشون نوشته که ایران در مثلث نمیدونم بدبختی و فلان اینا. ولی شما که گوینده حرفه‌ای هستید و خوشتان از برنامه سازی میآید، سوال مرا با پیش کشیدن داستان حقا به انحراف میکشید. کجاش انحرافه؟ شما بیا توی برنامه زنده ای مهمون من از مردم میپرسیم آقا این مثالی که زدم خانم بیننده عزیز، این مثالی که من زدم در رابطه با حقا، خدا وکیلی خودتونو برگردونید به سال 2001. اولا همه به ما یه مدت فوش میدادن که من حقا رو آوردم. حقا رو من نیاوردم تو تلویزیون، حقا به من دروغ گفت، آمد گفت که من فارسی بلد نیستم، من هندوستان کردی. بعد گفتم چی میگی شما؟ گفت من زوریخ زندگی میکنم. نه فقط من، خانم فرشته فرهمند بنده خدا نماینده زرتشتی های ایران، اینا هم ایشون هم رفته بود گول زده بود، یه مشتی آدمی رو گول زده بود. حالا بازم من، از من سوء استفاده به اون صورت نکرد، از اونای دیگه سوء استفاده کرد، خونه شون رفت، نمیدونم تو روابط خانوادگیشون وارد شد، دیگه چه سوء استفاده کرده بود من نمیدونم. شما مثالت با حقا، من نگفتم شما مثل حقا هستی، من اتفاقا میگم اگر شما حتی مثل حقا میمدی میگفتی من میخوام برم ایران، بابا 10 نفر 20 نفر جمع میشدن، شاید تو اون 10 نفر یه نفرش آدم بود. شما الان این همه زحمت کشیدید، این همه کتاب نوشتید، این همه پول دادید به تلویزیون بهوانی، این همه پول اینجا دادید اینا رو پخش کردیم، به کجا رسیدید؟ به جز این که چند نفر میان رو فیسبوک، اونام مثل من هی با شما میپرن که آقا این چیزی که میگی خوب داری، بهترین قانونا رو داریم. آقا قانون اساسی سوئد ببریم، شما با قانون اساسی سوئد اشکالی داری؟ قانون اساسی بلژیک رو ببریم، نروژ رو ببریم، هلند رو ببریم، دانمارک رو ببریم. خب که چی؟ من پرینت میکنم امروز از روی اینترنت بهتون میدم، ببریم. اصلا از همه دنیا بهتر قانون اساسی آمریکا رو ببریم دیگه، جدیدترین این مگه نیست؟ توی اونایی که نمیدونم وایکینگ بودن و کشت و کشتار و اینا جدیدترینن. قانون اساسی اینجا رو ببرین بهش هم افتخار کنید که برگرفته شده یا برداشتی هست از قانون اساسی کوروش، اجراش کنید. ولی کی میخواد ببره، کی میخواد اجراش کنه؟ شما این قانون اساسی که داری میگی، این مثل اون زنگوله است که میگن آقا فهمیدیم چه کار کنیم که این گربه دوز وقتی میاد ما بفهمیم. گفتن چه کار کنیم؟ گفت این زنگوله رو ببندیم به گردنش. همه نگاهی هم کردن گفتن خب حالا این زنگوله اینجاست، ولی کی میخواد بره ببنده به گردنش؟ آقا قانون اساسی هست، کی میخواد بره اجراش کنه؟ شما واقعا میری ایران؟ من نمیرم. اگه کسی میخواد بره بیاد جلو، شاید آقای سهراب چمنارا حاضر باشه قانون اساسی کتابو قشنگ 2-3 جلد 5 جلد 10 جلد 11 جلد بذاره و بفرسته مخارجتم بده بری ایران. من دارم اینو میگم، در صورت نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. جناب سربی سلام، درود بر شما. پدرام تننازی، این پدرام تننازی همشهری منه، یه جوونیه که تو کارهای رادیو تلویزیونم وارده، ولی چون همشهری منه، آخه اگه به این بگم تنبل به خودم توهین کردم. پدرام شیرازی ها تنبل نیستن، والا بلا 10 بار گفتیم، نگاه پالودشون بکنین چقدر زحمت میکشه، نگاه سالادشون بکنین چقدر زحمت میکشه، بعد وطن پرسترین هستن. سالادشون نگاه کنید، سبز سفید و قرمز، سبز خیار، سفید پیاز، قرمز گوجه فرنگی. خلاصه پدرام قرار بود که بیاد یه برنامه‌ای بذاره برای جوونا یا خبر بگه و اینها. خب اینا میدونید اینایی که یه مدت پناهجو هستن، فکر میکنن بدترین دوران زندگیشونه، بعد پناهنده میشن، بعد میگن آخو یاد اون موقع که پناهجو بودیم به خیر، 5 نفر تو اتاق بودیم مثل دانشجوها میگفتیم میخندیدیم. بعد که پناهنده میشن، وقتی که الان میمیرن دیگه مقیم میشن، بعد میگن آقا یاد اون موقع که پناهنده بودیم به خیر، یه پولی به اون میداد سوشا، همش هم نق میزدیم، همش مثل صمد میگفتیم نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم، حالا باید کار کنیم از صبح تا شب و وقت نداریم. در اصل ممنونم پدرام که آمدی و نگاه میکنی. خبره تغییر تاریخ در عربستان، در آخر خوانندگان رأی می نویسند. چهارمی نوشته نوروز را هم جشن خواهند گرفت. آره این دوستمونم از چیز نوشته، بله
این دوستمون یک خبر عربی رو فرستاده، همونجوری که آقای علی شیرازی اون خبر تغییر تاریخ عربستان سعودی رو به تاریخ میلادی نوشته بود، ایشون الاوسط به اصطلاح خبر عربیشو نوشته که ما هم عربی بلد نیستیم، ولی ایشون نوشته اینایی که نظر میدن. چهارمیش نوشته که نوروز رو هم به زودی جشن خواهند گرفت. خب پدرام میگه آی سول من همیشه به فکرت هستم، خیلی ممنون، متشکرم و کافی نیست، باید کار کرد. بله ما این عکس ها و تظاهراتی که توی عربستان الان کارگرها دارن تظاهرات میکنن، عربستان خیلی وضعش وخیمه دوستان، الان هم از لحاظ نفت و قیمت نفت و تولید نفت و اینها زیر فشار هست، هم از لحاظ این قانونی که آمریکا اجازه داد که مردم آمریکا بتونن بتونن عربستان سعودی رو سو کنن یا به دادگاه بکشن برای غرامت و خسارت. فرق غرامت با خسارت چیه؟ یه خسارتی زدی باید یه غرامت پرداخت کنی، نه؟ غرامت موقعی که خسارت رو پرداخت کنی، خسارت. در صورت خب عربستان زیر فشار اقتصادی است، پرداخت های این از همون دوستونه گفتم خیلی ویدیو فرستاد روز شنبه و شنبه، ما خوشحال با دممون گردو میشکنیم که حالا ویدیوهای ایشون رو نشون میدیم و یکم استراحت میکنیم، دوشنبه ها تنبلیم دیگه، ولی ویدیوها رو یوتیوب یقمونو میگیره. عربستان زیر فشار اقتصادی است، پرداختی های شرکتی هایی که برای دولت کار کرده اند بیش از یک سال است نپرداخته و هر روز کارگران گرسنه خارجی به خیابان ها ریخته تظاهرات میکنند، از هر وسیله ای جهت صرفه جویی استفاده میکنند بجز مفت پرداختی ها به شاهزادگان. در آخرین اقدام مخارج فیضا جهت یک سفر به عربستان را، این فیضا همون فکر کنم سفر حجه فیض، ولی اون که با ذات نمیدونم، این به قول طرف آقا من نمیدونم ما چرا سه تا ذات باید داشته باشیم، دو تا سات باید داشته باشیم، سه تا تا ته باید داشته باشیم، خب یکی بنویسیم راحتون کن. اما کاری که قبلا میگه در آخرین اقدام مخارج فیضا جهت یک سفر به عربستان را به 160 دلار بالا برده که فقط یک ماه صلاحیت دارد، اما کاری که قبلا کفر شمرده میشد و آن را اکنون انجام داده، استفاده از تاریخ میلادی در ادارات و پرداخت حقوق ماهانه کارمندان است. بدین صورت عربستان، ببین آقای علی شیرازی چرا عوضش کرده، میگه بدین صورت عربستان در تاریخ 90 سالش، یعنی عربستان کوفتی 90 سال دنیا آمده، عراق مثل که 200 ساله، نه؟ در تاریخ 90 سالش از کافران تقلید کرده، زیرا هر سال 11 روز کمتر حقوق میدهد و در هر 33 سال یک سال عدم پرداخت حقوق را پسنداز مینماید. حالا منتظریم رئیس علمای عربستان با یک فتوا این تغییر تاریخ را جایز و اسلامی اعلام کند. بدرکید معیارهای دینی مثل لاستیک شورت تنگ، بدرکید یعنی چی من نمیدونم، یعنی این متوجه نمیشه. در اصل نوشتن معیارهای دینی مثل این کشای شورت تنگ و گشاد میشن، خب بد نیست که کمی الاستیسیتی داشت. همسایگان میلیاردها دلار از سرمایه نفتی ایران را غارت میکنن. ببینیم این آسمان نیوز این رو فرستاده چیه، نوشته که خبرگزاریه، بذارید اینم براتون نشون بدم که شما هم بخونید، چون من کم کم به خوندن خودم دارم شک میکنم و باید اینجوری باشه که شما هم ببینید که اگر خواستید تصویر رو ثابت میکنید در موقع بازپخش اینا میتونید خودتون بخونید. آسمان دیلی نیوز گفته همسایگان میلیاردها دلار از سرمایه نفتی ایران را غارت میکنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی سید محمد حسینی عصر امروز شنبه در کنفرانس نفت 2016 افزود سهم ساخت و ساز قطعات، تجهیزات و تأسیسات در این صنعت بیش از 30 میلیارد دلار است. رئیس کنفرانس نفت 2016 به مشکلات فعالیت صنایع پایین دستی صنعت نفت اشاره کرده
کرد و ادامه داد. صنایع پایین دستی، نفت، گاز، پتروشیمی از ضعف رگولاتوری، هدایت و تنظیم بخشی مستقل و قدرتمند، قراردادهای یک جانب و غیر عادلانه و نبود قرارداد بلند مدت خوراک و مسائل مربوط به مالیات رنج میبرد. اینقدر یک جمله ای رو طولانی میکنن که معنیشو دیگه شما یادت میره. یعنی جمله ها رو مثل پاراگراف باید حاصل چند جمله باشه. فکر کنم قرار شد پاراگراف رو بگیم قطعه، یه قطعه، یه جمله میشه، بعد یه قطعه، بعد چند قطعه میشه یه مقاله. فکر کنم حسینی درباره ظرفیت های کشور در بخش انرژی گفت: تخمین زده می شود سالیانه نزدیک به 100 میلیارد دلار ظرفیت پیمانکاری در کشور وجود داشته باشد که بیش از 50% آن بدون استفاده مانده است. یعنی اینم حکایت از بی صلاحیتی میکنه و همون ماجرایی که در دوره شاه داشتیم که اون فکر میکرد همه چی رو میفهمه، اینها هم فکر میکنن چون دو رکعت نماز میخونن همه چی رو میفهمن و ملت بدبخت هم اون موقع هم حالا. و اما به اشتراک گذارده شود، نخست وزیر پادشاه بدترین زمان ملاقات با سرنوشت، مسعود بهنود. خب این را هم باز همین دوستون آقای علی شیرازی فرستاده و باز هم همون چیزی که گفتم، ایشون هر چی ما میگیم رعایت نمیکنه که آقا تیتر یا عنوان این مقاله رو شما باید اونجا بذاری. یعنی وقتی آمدی اینو دیدی اینجوری همون اول برای مردم نفرست، اینجوری اینو کپی میکنی میبری میذاری اونجا براشون میفرستی. 30 سپتامبر، یعنی دو روز پیش، سه روز پیش، جمعه مثل 30 سپتامبر، دکتر جهانشاه ساله، پزشک، وزیر و رئیس دانشگاه تهران، بعد از سالها نزدیک بودن با دولت و دربار دوران پادشاهی در سال 1364 به یک روزنامه نگار که خاطرات او را ضبط میکرد گفت: درستش این است که پادشاه به تحصیل کرده های آمریکا اعتقادی نداشت، به جز یک نفر که آن هم ارچیر زاهدی بود. به 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 به، چه طلای پاکی ننوشته به جز یک نفر که اون هم پا اندازش بود. تقریبا همه ما را عامل سیاه میدانست، حتی به حسن علی منصور که در آمریکا تحصیل نکرده بود بدگمان بود و آمریکایی خطابش میکرد. مثلا با وجود اینکه جمشید آموزگار را دوست داشت، اما همان روز که خواستم اون را به عنوان معاون وزارت بهداری معرفی کنم گفت آمریکایی است. همین گمان پادشاه 15 سال نخست وزیری آموزگار را عقب انداخت و آخر هم وقتی او را به آرزویش رساند که با آمدن کارتر روابط دو کشور پیچیده شده بود. دوستان، اونایی که مثل من باور دارید شاه بیچاره آدمی بود، هنرپیشه خوبی بود، چنان نقش بازی کرده بود که حداقل اطرافیان و نزدیکانش باور کرده بودن که این یه چیزی سرش میشه. ولی اگر، یعنی چی میگم، اگر میخوایم واقعی نگاهی داشته باشیم به شاه، ببینید چه زندانی چه برزخی توش زندگی میکرده. از اون و از ترس روسیه و کمونیستا باید با آخوندا بود که دوستشون نداشت دیگه، که گفته خودش میگه من دوستشون نداشتم. ولی کسی که دوستشون نداشته تو دعا نمیخوندن سوار هواپیما نمیشده. ببینید اصلا چه زندگی افتضایی. از این ور غلام و نوکر حلقه به گوش آمریکا باشی، ولی هر کسی از آمریکا اومده بگی این برای سازمان سیاه کار میکنه. شما باشی میتونی شب بخوابی؟ اون وقتا میگفتن طرف خیلی مشکوکه، شب که میخوابه یه چشمشو باز نگه میداره. این بدبخت که باید با دو چشم باز میخوابید، بی خود نبود گلپاه فریاد میزد کی خوابیده کی بیدار، همه به خواب نازن فقط این آقا شاه بیدار. برم دوستان، هرچی بیشتر بگم من میدونم دوستان شاه اللهی که عوض نمیشن، درسته؟ تازه دوستانی هم که شاه اللهی نیستن مثل این آقای نمیدونم فرید شفایی کیه همین دیگه، آقا ولشون کن دیگه، حالا گذشت. آقا چی ول کنیم؟ گذشت، تاریخ ول کنیم، حرف نمیدونم چی نزنیم، پس چی بگیم؟ خب شما بیایید برنامه اجرا کن، ما برنامه شما رو ببینیم، برنامه شما چقدر خوبه. خب به اشتراک گذاشته از سایت فارسی بی بی سی. طرز نویسندگی آقای افشارها، من نمیدونم وقتی که یه نفر درباره برنامه آقای افشارها صحبت میکنه
این حالا عمومی میشه من باید بخونم، یا اینکه اگه خوندم مثلا این دوستون میگه نه آقا من اینو برای خودت نوشته بودم، بعدم آقای افشارا میگه خب آقا اینو برای من فرستاده بودی، من باید جواب بدم. در صورت این برنامه گذارا هم باید یه کمی با ما مهربون تر باشن، ایمیل بدن، فیسبوک را بندازن، اسکایپ داشته باشن، تلفن داشته باشن، تا مردم مستقیما با خود اونا تماس بگیرن. این شما داشته باشید. همینجا از دوستان خواهش میکنم دوستانم یه مقداری رعایت کنن، با من مهربان باشن. وقتی یه نفر برنامه میذاره سعی کنید با ایمیل خودش، با تلفن خودش تماس بگیرید و من رو از این مثلث در بیارید. من که اینجا نشستم با شما رابطه دارم، گاهی وقتی اگه شما دو نفر با هم تماس بگیرید من این وسط یک نفس راحت میکشم و یک قلوب چای سبز چی بهش میگه. خب بستتون یا بازم بگیم در اصل یک نامه ای هست، اینو میخونم حالا بعد ببینیم چی میشه. میدونید که این دوستمون یک برنامه اجرا کرده بود، میگم من بیماری دارم که همش میگم چه چی کجا اینجوری چه چه. اینشون نوشته که درود، این نامه از بیماری چه 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 هم سرچشمه میگیرد که همیشه همانطور که قبلا بارها نوشتم و خواندم چه چه میکنم. از خود میپرسم چرا بعضی فارسی زبانها اصرار دارند کلمه های عربی را بیشتر در نوشته هایشان و گفتارهایشان به کار برند، در حالی که کلمه های برابرش در فارسی هست. این اعتراضم در وقتی است که زبان عربی را بهتر از عربها سخن میگویم، مینویسم و به نظم در میآورم و به تمام زیر و بمهای لهجه های عربی از عراق در شرق و لیبی در غرب کاملا مسلطم. از جنبه زبانشناسی و سخنگویی وقتی کسی بر زبانی چیره باشد هرگز از کلمه های خارجی استفاده نمی کند. کسانی که در سخنانشان کلمه های خارجی بر زبان می آورند به کم فرهنگی و بیسوادی متهم می شود. خب به یاد دارم که یک استاد ادبیات فارسی به دبیرستان ایرانیان به نام شرافت در بغداد آمده بود و در درس انشاء به دانش آموزانی که بیشتر در نوشته هایشان کلمه های عربی استفاده می کردن نمره بالاتر می داد. یک روز دانش آموزی به نام که بعدا مهندس نفت شد و در چابهار کار کرد در درس انشاء نوشته خود را کاملا به زبان عربی خواند. استاد اعتراض کرد و گفت این که فارسی نبود. اون آقا ایشون فامیلیش نوشته، اون آقا در پاسخ گفت آقا شما به علت استفاده از چند کلمه عربی در انشاء نمره بالا میدهید، حال به نوشته من که همش عربی است حتما باید 20 بدهید. آیا شما برای این چه 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 هم پاسخی دارید؟ پاسخشو آقای افشارها اگر مسافرت نرن جمعه ساعت 3 بعد از ظهر خواهند داد. اگرم مسافرت برن اگه بنویسن ما میخونیم، ولی من واقعا میگم از این، چون این تجربه بد رو دارم، یه زمانی بین آقای مصطفی زاده و آقای اجلالی اینجوری بود، یه زمان یعنی هر زمان که شما میبینید هی هم به خودم قول میدم که آقا من این کارو نکنم، بگم همین ماجرای آقای مینویی و این خانم نمیدونم بهناز چیز همینجوریه. بعضی وقتا آقا من اینجا یه برنامه گذاشتم، اصلا فکر کنید که من نه صحبتهای ایشون رو شنیدم نه نوشته شما رو خوندم، نمیدونم واقعا چی کار کنم، توش موندم. بله و اما خوب شد اینو خوندم قبل از اینکه برنامه رو ببندیم. نوشته انقلاب اسلامی چند روزه به وجود نیامده. باریکلا آقای علی آقای شیرازی، این ایمیلی که فرستادی خیلی درسته، قشنگ اون بالا نوشتی اصلاحات ارضی آغازگر انقلاب اسلامی بود. من میفهمم که این ایمیل راجع به چیه، میخونمش. انقلاب اسلامی چند روزه به وجود نیامد. لطف کنید ببینید این رویداد از نظر این تحلیلگر سیاسی از چه سالی تجریجا ایجاد شده است. درست است که خارجی ها در تسهیل و سرعت انقلاب دست داشتند، ولی چنانچه این 7 صفحه را چاپ کرده و دقیقاً بخوانید میبینید که چگونه در نتیجه سیاست های غلط و بیرویه حکام آن زمان کشور به کام جمهوری اسلامی فرو رفته است. تا هنگامی که نظرات مختلف را نخوانیم به حقایق ایجاد این رویداد بزرگ قرن پی نخواهیم برد. اینو تاریخ ایرانی نوشته آقای به نام
سعید لیلاج. دوستانی که تماس میگیرن وقتی که روی برنامه هستم لطف کنید پیام بذارید، پیامتون رو بعد از برنامه میشنویم و در برنامه آینده پخش میکنیم، یا اگر میخواید که تو برنامه باشید باید از قبل تماس بگیرید، وقت بگیرید با هم صحبت کنید. سعید لیلاج در گفتگو با تاریخ ایرانی گفت اصلاحات ارضی آغازگر انقلاب اسلامی بوده. مجید یوسفی، تاریخ ایرانی اتفاقا اتفاق نظر میان کسی که اصلاحات ارضی را یکی از مهمترین عوامل انقلاب اسلامی ایران می‌دانند قابل ملاحظه است، اما سعید لیلاج یا لیلاز بران است که اصلاحات ارضی آغازگر تحولاتی بود که در سالهای پایانی دهه 40 و 50 وقتی با مجموعه ای از تحولات بین المللی همراه شد به بروز ناآرامی ها انجامید. این کارشناس اقتصادی در گفتگو با تاریخ ایران، یک وبسایت با تاریخ ایرانی، جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، کودتا در عراق و تضعیف آمریکا در جهان پس از جنگ با ویتنام را دلایل مهمی برای تغییر موقعیت ایران در داخل و خارج می‌داند. نظر کلی شما در باب اصلاحات ارضی چیست؟ اصلاحات ارضی و پیامدهای ناشی از آن چگونه زمین ساز تحولات آتی شد؟ آیا آتی آینده میشه دیگه؟ آیا میگوی طرف آتیش خراب؟ آیا اساساً این اصلاحات مؤثر بوده است یا نه؟ تلاقی پنج یا شش عامل با یکدیگر در اوایل دهه 50 کشور را دچار بحران کرد. این سر رویدادها از اواخر دهه 40، این برای اون بیسوادایی که با پول باباشون رفتن انگلستان و سوئد و همش داشتن مواد میکشیدن و عرق میخوردن، بعد اومدن گفتن آقا تا یک شب قبل از انقلاب خمینی نبود و اینا، برن ببینن اصلاحات ارضی که میشه، حق انتخابات که شاه به زنا میده، نامه های خمینی، منبرای خمینی که رفته صحبت کرده، بعد که تبعید میشه، فعالیت هایی که کردن، کتاب خاطرات آقای رفسنجانی بخونن که اینا از کجاها پول میگرفتن، چجوری میرفتن، بازاری ها چجوری کمک میکردن. خود من یه ساعت نیم با آقای رفسنجانی و آقای بنیسه صحبت کردم، گفتم این ماجرایی که میگن پول کارتر داده و اینا، گفت اینا همه مزخرف، گفت پول بازاریای ایران، گفت این اسمم بردم جورابچی فلانی نمیدونم 40,000 چه همون 400,000 اون موقع واحد پول چیز چی بود، فرانک مال فرانسه الان شده بود یورو، گفت اون موقع داد، فکر کنم یکی از همونایی هم بوده که اول خمینی کشته شد بعد یا بعدن کشته شد. بعد گفت خمینی به ما گفت که به این بگین انقدر داری پول میدی و اینها، ما به تو شغل و مقامی نمیدیم. ما پس خمینی از اون موقع میدونسته که این میخواد شغل و مقام پخش کنه، پس اون موقع هم که گفت آقا من میرم طلبه بیشتر نیستم و در قم، اون موقع هم داشت دروغ میگفت که بعدم خودش قشنگ اومد گفت ما تقیه کردیم، تقیه هم در اسلام آزاده. دوستان عزیز، ساعت 3:43 است، نمیدونم این ویدیو شماره 8 رو هم پخش کنم یا نه. اینم باز یکی از اون چیزایی که منو یاد آقای دکتر کاظم رنجبر میندازه و میگفت که ای خوشا، نمیدونم اینجوری بود که یعنی ما دو تا همزبان هم رو نمیفهمیم، ولی دو تا مثلا که همزبان نیستن دلشون حرف همدیگر رو میفهمه. من برای ایشون تکست فرستادم با آقای محسن نادری نژاد نیم ساعت، یعنی 29 دقیقه قشنگ یادمه وقتی قطع کردم تلفنی صحبت کردم و میگم امیدوار بودم ایشون به من زنگ بزنه یا تکس بفرسته، به قول آمریکایی‌ها میگن yes no maybe so، یعنی بله نه ممکنه چی، هیچ عملی انجام نشده. گفتم خب حالا دوشنبه یا شنبه احتمالا اگر سی دی آمد، چکی همراهش بود، پولی همراهش بود، یعنی که آقا ادامه میدیم، اگر نیامد یعنی بی خداحافظی رفتن. حالا این آمده، ما رو دست ما رو تو حنا گذاشتن. اجازه بدید ما این رو به خاطر گل روی شما هم نشون بدیم، اگر کسی مایل هست حمایت کنه. همیشه گفتم وقتی صحبت از حمایته اینجور نیست که بگیم ساعتی 20 دلار باید هر روز 600 دلار، شما میتونید بگید من 50 دلار میدم ولی برنامه آقای محسن نادری نژاد باشه، یکی میتونه بگه من 10 دلار میدم، یکی میتونه بگه من 100 دلار میدم. و من افتخار میکنم که توی این تلویزیون هم از شما دوستان حمایت میگیرم. منوچهر عزیز 10 دلار، دو تا 5 دلاری
میذاره تو پاکت از بوستون پست میکنه. ممنونم ازش، افتخار میکنم که بیام اینجا تبلیغ آفتابه قرن 21 بکنم. دوستان 6 تا از اینا داریم، گفتم اگه کسی خواست حالا به جای 70 دلار و 100 دلار و اینا میتونیم مثلا 6 تا 55 دلار، 6 تا 60 تا، 6 تا 50 تا یا هر چی دیگه، حداقل پول پستش و اینا در بیاد براتون پست کنیم. اینا میتونید کادو بدید به فامیلتون، حالا به شوخی هم شده به دوستاتون که وقت دوستتون بعد نیاد بگه آقا مگه من بو میدادم که اینو دادی که خودمو بشورم. دوستان عزیز، برنامه ما همینه. یه دوستی تماس گرفت که آقا برنامه شما چیه؟ گفتم والا درباره همه چیز صحبت میکنیم، آخر کارم میبینیم ما هیچ چیزی نگفتیم. و میشه گفت به قول سمد مثل آدامسه که هر چی میجویی چیزی تو شکمت نمیره، ولی اگر فکرش بکنی اتفاقا خوبه، برای سلامتیتون خوبه. به دو دلیل، یکی اون چیزایی که خوردی رفته تو شکمت هضم میشه، یعنی مزخرفاتی که تلویزیونای دیگه بهتون گفتن از مغزتون پاک میشه. دوم اینکه وزنتون اضافه نمیشه. خوبه؟ پس میتونیم اسم سوربی با مردم رو بذاریم آدامس خروس نشان. خب ببینم مقاله دیگه هم گذاشتم یا نه. خیلی این دفعه براتون چیز گفت. آها، آقای آریانپور، قبلا هم من یه چیزی دیده بودم، ارتش آینده ایران پیشنهادی. اینم باز برمیگرده مثل نوشته آقای سهراب چمناراست. آقای آریانپور، اگر یه شاه درستی بیمت سرکار، یه شیخ درستی بیمت سرکار میومد آدمای صالح رو، آدمای دانا رو، آدمای کاردان و متخصص رو صدا میکرد، بله، البته که شما وقتی چند تا ارتش انگلستان و ایران و آمریکا و این برانور دیدید، میتونستید پیشنهاد کنید که یک ارتش خوب کامبینیشن، یعنی مخلوطی از این و این و این باشه. ولی اینا حرف محسن سازگارا رو گوش میدن که از توش سپاه پاسدارا میاد بیرون. بله، شما هم اینو نوشتید گذاشت. بله، اینم اساسنامه رو داریم، به جای یکی هم 20 داریم، طرح ارتش آینده ایران هم داریم. حالا یه کسی رو ببینید، به جای یه زنگوله هم 10 تا زنگوله داریم. یه کسی رو پیدا کنیم بره این زنگوله رو ببنده به گردن گربه. چه کسی رو سراغ دارید؟ بله، میگه که کاکوشون برنامه امروز رو الان شنیدم، واقعا خسته نباشی. در مورد دزدی‌های بزرگان و اظهار نظر آقای افشارها که منکر آن میباشند، معمولا کسانی که در بالای هرم باشند از این دزدی‌ها خبر دارند. معمولا کسانی که در بالای هرم باشند از این دزدی‌ها خبر دارند، نه کارمند ساده بانک ملی یا صادرات. حال کدام فردی از بالای هرم که خود هم مشغول به دزدی است می آید دوستان را لو می دهد؟ خدا داند، مگر آنکه به نحوی او را رانده باشند. باریکلا، بله اینجوری میشه. مثلثی است اگر می خواهی گرفتار اگر می خواهی گرفتار نشوی، شریک دزد را زیاد کن. شب خوش. مرسی. این را هم پتیک دوستمون نوشته در رابطه با صحبتی که یک نامه‌ای بود حتی چند مدت پیش، همین آقای حقا، چقدر امروز اسم حقا رو آوردی، برای من فرستاده بود که سوربی نگاه کن این ارقام و اینها. بعدم سی ان ان، گفتم آقا جون تو خجالت نمیکشی این همه سال آمریکا بودی این آی ریپورت و نمیدونم آی فلان اینا را میگی سی ان ان؟ بله تو سی ان ان هست، ولی هر کسی اینو میتونه بذاره اونجا. بعد بهش گفتم که اسم خودت هم بود داخلش؟ گفت نه. جدی میگی؟ چجوری اسم من بود؟ گفتم بیا بالای لیست اسم خودش اضافه کردم فرستادم براش، گفتم اینها اسم خودم بود، اسم منم ردیف پنجم. اینجوری فایده نداره، ولی اونی که اون موقع فرستاد و اون آتش و هیجان رو ایجاد کرد، به احتمال زیاد و به گفته پتیک یکی از بالایی ها بوده که چون اون ندوزیده بوده نخورده، یا به اندازه‌ای که میخواسته نذاشتن بدوزه و بخوره و ببره، ناراحت شده، اعتراض کرده، این کار انجام داده. جناب سوربی، عکس شاه و بالهایش که افتخار ایرانی بودنش را میکنند و میکنید از مصر و فرعون‌ها و فرعونه گرفته شده است، کپی کردن، و این نقاشی بعد از اشغال مصر به ایران منتقل شد. نادانی قابل درک نیست. اینم از این عکس‌ها رو فرستادن، گفتن بفرمایید. این اون روز من یه عکسی نشون دادم از یکی از این عقب افتادا که فکر کرده بود حالا یه عکس فرع و هر بره رو پشتش خالکوبی کنه، هر کی سوارش میشه
اون میشه آریایی. بفهم اینجا میگه نگاه کنید شما مثل نمیدونم 5000 ساله 3500 ساله اینا اصلا این پروانه و فلان و بیسار اینا بوده، حالا یکی کپی کرده آورده اونجا، بعد حالا ما میخوام بگیم نمیدونم این برای اینه این برای اونه، بعدم تازه آقای سهراب چمنارا میگه اصلا آمریکا هم قانون اساسیش از کوروشه. خلاصه دوستان کارمون خیلی خرابه. ممنونم از این دوست عزیزی که خیلی برای من به اصطلاح چیز فرستاده بود، خوراک برنامه، و میگن که این دوستان وقتی هستن ما فکر میکنیم که چندین تهیه کننده داریم. شما هم میتونید، اجازه بدید این براتون روشن کنم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. تنها کاری که لازم است انجام بدید یک تماس با ما، با فیسبوک، با ایمیل، با تلفن، با دیگه نمیدونم والا، با نامه، هرچی که بگید. بعد از اون ناراحت نباشید، من براتون برنامه ها ردیف میکنم، چه با اسکایپ، چه با تلفن، چه با انکودر بتونید برنامه پخش کنید. تلویزیون خودتون میتونید داشته باشید با ساعتی $1. ساعتی $1 یعنی چی؟ یک ماه 30 روزه، 30 روز 24 ساعت میشه 720، ها؟ 720 ساعت. اگه شما میخواستید ساعتی $1 برای هر برنامه بدید میشد $720. با ماهی $600 24 ساعته میتونید تلویزیون خودتون رو داشته باشید. برای آغازش من حتی حاضرم باهاتون با ماهی $450 کار کنم. اگر خواستید این گوی و این میدان. اون دوستانی که میگن مگه این تلویزیون مردم نیست، خب پس بذارید ما هم حرف بزنیم، پول بده حرف بزن، و الا حرف مفت زمانش تمام شد. از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. چهارشنبه با شما خواهیم بود. چهارشنبه من ساعت 2 بعد از ظهر شروع می‌کنم، 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو از آلمان، 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. سعی می‌کنم تو برنامه آقای مینویی تماسی بگیرم، یک کمی راجع به فیسبوک به ایشون توضیح بدم، چون ایشون برای اون خانم نادان بهناز شهریاری نوشته بود که ولی شما شخصی هستید. نه خیر، ایشون شخصی نیست، چون پابلیک، فیسبوک پابلیک. خب دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. دوستان عزیز در فیسبوک هم خدا نگهدارتون، به امید دیدم.